بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. یه چند بار اومدم این ویدیو رو، چند این باره که دارم میگیرم و چند این باره دارم این حرفا رو میزنم، هر بارش خشم برم غلبه کرد و این بالاخره توجیه نمیکنه کارمو. درسته من تو لباس بعضی چیزا نیستم، درست ادبیات مسافرکشی، اما کارم توجیه نمیکنه. حالا دارم دوباره میگیرم، بازم پناه میبرم به خدا، سعی میکنم که خشم برم غلبه نکن. قبل از اینکه برنامه رو بگم، یا اصلا شاید باید خیلی حرفا رو شاید اصلا باید نزنم، یعنی به نظرم نمیتونم، نمیشه، هرچی میره به اون سمت راهی نداری جز اینکه یه حرفایی رو بزنی، و این حرفا فحش مجسمه، یعنی اصلا چاره ای نداری. و حالا بگذاریم، قبل از اینکه حرفامو بزنم جا داره یادی کنیم از دو نفر، از این دو نفر که نباید حرف نمیزنم، که چیزی نمیگم بذار زبون روزه، فقط یادشونو گرامی میداریم، روحشون شاد ایشالله سر سفره ابا عبدالله مهمون باشن و خدا به خانواده هاشون صبر بده. خیلی بعضی وقتا بعضی چیزا خیلی سنگین و دردناکه. یا لثارات الحسین که میگی، بگذاریم، حرف چیز نمیخوام دینی اینا بزنم و دین و این چیزا، من چیزش نیستم، مقاله عالم و ایناش نیستم، اما بگذاریم، بذار حرفشو نزنیم دیگه، قرار شد حرفش چیزی نگم. ببین چند تا ویدیو ببینیم. چند سالتون شغل و درآمد. بریم یه سری مردممون، یه خورده مردم ببینیم کیان مردم. مردم که میکنن اینا، این مردم کیان؟ 37 غواص 90. کجا قواسی؟ 37 سالشه، قواس 90 میلیون تومان درآمد. سکوی نفتی جمهوری اسلامی 90 تومان. سلام مربی رقص هستم، ماهی 10 میلیون. رقص باله. 20 سال مربی رقص، ماهی 10 میلیون. نه تو از خودمونی، این آبجی خودمونه. رقصم به خانوما یاد میده جلو شوهراشون برقصن. قضاوتی نداریم، ولی از درآمد خود خودمون. سالون دار 150 تا 250. چه سالون داری؟ مرکز کراتی. واقعا 100 سال؟ چند سال؟ 23 ساله سالون دار. واقعا 150. 100 تا 150 میلیون ماهی مرکز کراتین. کنم کراتین مال مو دیگه، کراتین چیز که نه میزنن اینجوری صاف بشه، فکر کنم حالا زیاد. مرگ بر جمهوری سکولار فمینیستی، زن زندگی آزادی. اید که بالای 300، واقعا بالای 300 تا 300 میلیون ماهی. بی خود نیست البته، الان هر کی خیلی ازدواج ها مقصد تیبا و سالان آرایش هن، و خانوما خب شغل خوبیه، خیلی خوبه، باید تبلیغ کنی، باید مو پشم و اینا تبلیغ کنی دیگه. دنیا حالا بذار بعدش میگم. من 20 سالمه تو منطقه ویژه، مدیریت انبار، حسابداری و اداره گمرکی و مالی انجام میدم. 25 26. سن 20 سال. 20 سال، 20 ساله تو منطقه ویژه کارهای مدیریت انبار، حسابداری، گمرکی و مالی انجام میده. میدم 25 26. 25 26 شغل درآمد 25 26 میلیون تومان، یعنی با دیپلم حسابدار منطقه ویژه 20 ساله دیپلم گرفته دیگه. آره 18 سالگی 19 سالگی دیپلم میگیری، با دیپلم 25 26 میلیون. من منطقه ویژه، خب منطقه ویژه دیگه، میفهمی مثلا گمرکه اینا، البته اینا نسبت به باقی 25-26 میلیون چیزی نیست، تا خیلی کمه، از استاد دانشگاه یه ذره بیشتر داره میگیره، از یه آخوند که
خیلی آخونده بدبختن به خدا، خیلی درساشون هم زیاده سنگینه. مثل مثلا دوره چیز دکترای تخصصی، شما از یه پزشک خیلی بیشتر درس میخونی، اما یه پزشک یه دکتریه، اما مثلا شما اصلا یه دکتر علکی، انگار اصلا دکتر حسابت نمیکنن. مثلا دکتر تخصصی آخونده که بدتر، چقدر چند برابر بیشتر؟ 4-5 تا 4-6 تا 4-7 تا 7 برابر یه آخوند، یه کمی بیشتر از یه استادیار دانشگاه، یه استاد دانشیار، شاید تقریبا اندازه یه استاد تمام. 28 شرکت پدرم. شرکت پدرتون چیه؟ حمل و نقل مواد شیمیایی. چقدر درآمد داری ماهانه؟ بین 200 تا 300. چه جا؟ شرکت بابا، شرکت حمل و نقل مواد شیمیایی بین 200 تا 300 میلیون درآمد. 28 ساله شرکت بابا، خود بابا 300 میلیون شرکت بابا بین 200 تا 300 میلیون درآمد. سالن کراتین 300 میلیون، اید معمولی 150 تا 200 میلیون. شرکت حمل و نقل شیمیایی، ببین صحبت کردیم قبلا، گفتیم آقا به هر حال جایی زندگی داری میکنی که مخابراتت خصوصی شده، یعنی مرکز خصوصی شده. الان مخابرات چی ریختن بیرون؟ واسه کارمندان مخابرات اعتراض کردن. به کی اعتراض میکنی؟ به دولت چه؟ به من چه؟ خصوصی شده. بهش میگی من برم از وزارت باید بیام پیگیری کنم برای اینکه فلان چیزتو به قولی سرویستو درست کنی، میگه به اون ربطی نداره. زنگ بزن یه بار صحبت کن با مثلا رئیس مخابرات منطقه تو. شرکت حمل و نقل مواد شیمیایی، مرگ بر جمهوری، راست میگن. 200 تا 300 میلیون، حالا بذار بعدا میگیم صحبت میکنم. 32 مربیگری 30 سن 28 32 مربیگری 30 ببینم قیافش میخوره مربی چی باشه، مثلا هیکلش ترینر دیگه. 30 تومن باید نینم تقریبا خودمون زرنگ به قولی با دور بازشو میخوره نوشه چونه. مربیگری 30 سن 28 شوق دیجی 28 سال دیجی اومدم ای 30 40 خوب باشه 70 80 29 سی چل خوب باشه 70-80 دی جی 28 ساله. خب موسیقی پارتی مثلا مطربی به قول قدیمی ها، من خودم تو یه بخشی تو چیز بودم کار میکردم یه زمانی، چیزی که خوب پول در میاره همه جای دنیا، خوب پول در میاره. رابطه خوب داشته باشی، تو تا ایجنت درست حسابی داشته باشی، پول پار میکنی. اینجا هم از این چیزها چیز نیست. و صنعت موسیقی برای برخی که کامرشیال میشه، یعنی درآمد تجاری میشه، خودش یه صحبتی میشه داشت. برای اینکه بعضی چیزا شما میبینی توی موسیقی واسط عجیب در میاد، از نزد لحاظ باوری، نه از لحاظ تمدنی، نه از لحاظ فرهنگی، میخوام بگم خودش پول توشه. بازار مالی 18 چلام بوم داره دیگه. مال چی؟ بازار مالی مثبت 100 میلیون. 29 مثبت 100 میلیون بازار مالی. 29 ساله بازار مالی یعنی بورس. توی بورس نوسانگیری مثبت 100 میلیون. شغلم بوم داره دیگه. مال مثبت 100 میلیون بازار مالی، مثبت 100 میلیون درآمد. خاص نمیکنه تماشگی مش. بوم داره دیگه. به قولی کار خاص نمیکنه. نمایشگاه ماشین بالاشن، نمایشگاه ماشین زدن. قد به در بهتون میدن. اولش 70 تومن 80. 70 80 تومن. من گفت 70 80 میلیون. ببین 70 80 میلیون داره به بچه پول تو جیبی میده. نمایشگاه ماشین زده. لهجه معلومه دیگه، به قول شهری نیستی. اونجا این منطقه نیست لاغر. خب این درآمدشونه. ببین سن شغل درآمد خصوصا اینجا ببینم یه نمونه از این آدمایی که تو این کاران. آره داداشم، نه به حجاب، زن زندگی و آزادی،
ببین با نصف درآمدش من تو ویدیوهای قبلی که ضبط کردم و پخش نکردم خیلی بهتر مطلب رو رسوندم، ولی خیلی توش فوش کشدار داره و باید ادب و بالاخره رعایت کنیم. جنگ فرهنگی، پای ستونش ستون فرهنگی، ما باید فرهنگی رو حفظ کنیم، مجبورم. حیف و یعنی خوب لب به کلام رسونده بود اون حرفام. ببین این با نصف درآمدش، نصفش چیه؟ با یک پنجم درآمدش میتونه یکی رو اجیر کنه از جنس خود من، از جنس خودم بیاد جلوم وایسه یه جوری بزنتم که به قولی 100 تا ایالتی ولایتی اینا هم بیافتن یارو رو هم آزادش کنن و فلان و اینا. میتونه نه تنها خودم، میتونه قاضیمو بزنه، میتونه خیلی یاد. ببین با دو ماه حقوقش میشه میشه دیه من، دو ماه حقوقش میشه دیه من. و تو محلاتون هم دیدید دیه کم نداریم آدمایی که واسه چیز به قولی واسه 200,000 تومن آدم بکشن، کم نداریم آدمایی که واسه یه قرون پول سلطان را بیفته. داشتم داداشم مشتی فلان اینا را بیفته. پس لاتیا اینا هم شده مال بچه پول دارا. تو به اونت هم رحم نکردن، یعنی این هم ازت گرفتن. من چند وقت پیش تو یکم بالا بودم با چند تا این بچه های بالا سعادت آباد نشین و نمیدونم اونور نشین و فلان و اینها، قشنگ لاتیش رو پر کردن میکنن برات. این مردمشونن. خب تو فکر میکنی ببین مشارکت، یه مثال دیگه، خیلی چند بار ضبط شدم از چند زاویه متفاوت خراب شد، هر کدوم جدا میخواستم حرف بزنم، برنگیش و لاتبازیش و پولش و فلان و بمان و اقتصادش و اینا میریزن 40 نفره میکشنت. مرگ بر تو، من زندگی آزادی. ببین این پشمو اگه بیرون نباشه نمیتونن درارن. اینداستری بیوتی، اینداستری فشن و بیوتی اینداستری و میکاپ و نمیدونم این چیزها، مصرفگرایی که با بار همون باربی که الان فیلمش هم در اومده برعکسش دارید شما چیز میکنید، نماد مصرفگرایی دیگه، روج لب و نمیدونم لاک و فلان و اینا دیگه، مصرفگرات کنه که بکنه تو چیزت دیگه، تو پاچت دیگه. چرا تو جمهوری اسلامی، جمهوری سکولار فمینیستی ایران که دستمال کاغذی دستشویی داریم، چرا شما که آب مصرف میکنی؟ اینا رو باید بهت بخورونن دیگه. کل دنیا ابزارش ردیف شده، تو فکر میکنی این 10 برابر من صدا داره؟ 10 برابر من دو تا بده کلیپ بسازن تبلیغات ولاگری و فلان و اینا، زن زندگی آزادی، پولشون رو دارن در میارن. اینو شخص اینو نمیگم، امثال اینو دارم میگم. ببین من خودم شرایطی ها داشتم و دارم به عنوان مثال. یه نمونش اکستنشن، ادامه در دادن این دم به مو، که این یه سری آدمای بی عزت نفس بی فقال فلان که میخوان شبیه اینا بشن، شبیه این بالایی ها فلان، شبیه فیلماشون بشن، از اینا خیلی هم پول خرج میکنن. وارد کنم از یه جایی برینم به تولید این مملکت، ولی جیبم حسابی پول بوره پول بشه. نه تنها اون، کاشت ناخون، وسایلش و فلان و این چیزها، لوازم آره، خیلی از اینجوری پولدار شدن. درسته فقیرم و به فقرم هم افتخار میکنم الان، درسته حدود 4.5 اینا زندگی میکنم، شغل رسمی هم تو جمهوری اسلامی ندارم، اون برم خیلی کشورها موقعیت علمی پسا دکترا اسوسییت پروفسور و از اینجور کارا یه عالمه دارم، شرکت های به قولی سازمان های تحقیقاتی هم اراده کنم میرم کار میکنم، حقوقش هم بقولی با این پولا خیلی بیشتر از این پولاست. یعنی حساب کنم مثلا یه پاستاک توی کشور تا میتونم برم مثلا انجام بدم. البته تو اونجا فرق میکنه، خب درآمد اونجا با اینجا نمیتونی بگی، اونجا خرجت هم فرق میکنه. یا مثلا تو نروژ، حالا هر جای مختلفی که بری اینم نیست که همش بمونه، این تو ایران داره 300 تومن در میاره. تو ایران مای 300 تومن با چی؟ با کراتین مال مو دیگه. حالا اشتباه نگم، کراتین باشگاه اینا که نگفت، که گفت سالن چیز دیگه، سالن داره، سالن البته سالن ورزشی هم میشه، ولی سالن کراتین مو هم که پشما رو چیز میکنه، صاف میکنه، این شکلی میکنه تشون. تریپا رو ببین، قیافه رو ببین، تو برو ببین از حجاب از غیر بزنی، ببین دو تا کلیپ میسازه میزنه پدر مادرت هم در میاره.
نه تنها پول میده بچه محل خودت، همین بچه پایین، بچه سر اینا بریزن سرت با یه از جنس خودت. به قولی عقابو دیدن تیر بهش خورد، نگاه به تیر کردید پره پره خودشه، درخت رو داشت تبر میزد نگاه به تبر کردید دسته دسته خودشه، اینا مال خوابیدن نیست که. اینها کل ارکان کشورتو گرفتن، صدا سیمات فلانت، پول پول دارن. الان میگی مشارکت من، میگی تولید ملی با مشارکت مردم، درسته؟ مشارکت کدوم مردم؟ من که تو پول سیگارم هم موندم. اینا دیگه، اینا باید مشارکت کنن دیگه. آقا میگه مشارکت تولید ملی با مشارکت مردم، دولت چی میشنوه؟ دولت نئولیبراله، به قولی فشله، بی اقتداره، بی نظارته، فلانه، به قولی که اقتصادش دیدی دیگه. به کی فکر میکنه؟ به ما فکر میکنه؟ آقا منظورش با ما بوده، آقا منظورش مایم. بسیج عمومی توی این چیزا، این چشم امیدش به بچه بسیج مستضعف است. آقا منظورش اینا، ولی دولت فکرش چی برداشت میکنه؟ تفسیرش چیه؟ اینا دیگه. برای همین همه قوانین مال اینا نوشته میشه، برای همینه که تمام صدا سیما فیلم ها موزیک همه چیزت مال اینا نوشته میشه. دی جی 70 80 میلیون داره در میاره، چرا یه گیتاریست پیانیست باید بهش بقول چیز کنن؟ گور بابا اون موزیسین یه عمره داره کار میکنه زیرزمینی، یارو میاد اینجوری اینجوری دکمه میزنه پلیلیست عوض میکنه میشه موزیسین، خدا تومنم پول در میاره. الان اسمش شده هنر بابا رپ، حالا باید رپ یه چیزی داره تو بیتخانی فلان، یه تکنیکی داره، یه فنی داره، یه نوشتاری داره، دیجی دکمه میزن چیزی دکمه میزن. یه عمر تو پارتی ها بودم، برید خودتون رو خر کنید، یه ماه یه هفته دو هفته دو تا یوتیوب بشینید توییتر بقا توییچ رو آموزش نگاه کنید، دکمه ها رو چیز میکنی فلان، اون نمیزنی دو تا سمپل میزنی اونجا، یا دیگه موزیک الکترونیک الان رو بورس رو دنیا سمپل تو میزنی دیم 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 دیم، همینو برمیدارن یک سه فلان و فلتفای برمیداره، بزرگترین رپر دنیا ایجنتش با آشنا بوده برمیداره رپ میکنه، یکی از این رپرهای دنیا تو سمپل هیچ پخی هم به تو نمیرسه از اول تا آخرشون. حالا کاری ندارم چیز، معلومه که موزیک مال اوناست، معلومه که پارتی مال اوناست، معلومه باید کریسمس بگیرن، ولنتاین بگیرن، نمیدونم پول پارتی بگیرن، فلان بگیرن که دیجی کار کنه دیگه. دیجی کجا میخواد کار کنه؟ دیجی کجا میخواد کار کنه؟ اون دخترایی که میخوان برن تو هم بلولن کجا باید برن آرایش کنن؟ معلومه تمام فیلم ها این گناه فرشته. دیدی فیلم آشغال ساخته با کی؟ با شهاب حسینی دیگه، بازیگری که با تو همراهه، با حسینیت میزنتت. دیدی؟ دیدی اصلا حواست از آشغال حالا من ندیدم، من فقط چند تا کلیپشو دیدم، نمیدونم، قضاوت نمیکنم. سناریو اینجوری که دارم میگن فیلم و اینا، فیلمنامه اون چیزی که تعریف یکم شنیدم زیاد چیز جالبی نیست. با کی میزنه؟ با شهاب حسینی. با کی میزنه؟ با محسن چاوشی میزننت که با تو اتفاقا، با علی دایی که یه عمر حکومتی بود قرآن میخون با مادر بود فلان، با این میان میزننت. علی دایی تو میگیرن میشه علی دایی که شده خودشون هیچی، ولی این علی دایی خودشون نبود که، بچه زمین خاکی ها بود، بچه حکومتی بود، بچه اردبیلی اسمش روش غیرت، غیرت بود. میگیرن خودش پول این کارو میکنه، البته پول برای همینه سر تا سر این مملکت هیچی از حق الناس کجا دیدی حرف بزنن؟ کجا میگن به مردم آزار نرسونید؟ چرا 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 با اصلا کاری نده؟ اصلا چون زندگیشون داره با آزار و حق الناس میگذره. خیلی اینا رو نمیگم، قضاوت نمیکنم اینا رو، میگم از این قماش، از این تریپا، با این درآمدها، از این محله ها اینان ریختن بیرون. حرفشون چیه؟ مردم گشنه بابات اولا، دوما گشنگی مردم هم بهونه شونه به چیزهای خودشون برسن. چرا انقلاب نکنی؟ چرا آقا جون؟ چرا 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 زندگی آزادی نباشه؟ نگاه کن همین یوتیوب تو نگاه کن، ببین برنامه میارن بالا، تحلیلگر درست میکنن، فلان میشازن بالا میارن واسه سر بزنگاهای خاص. چهارشنبه سوری تو نگاه کن، چرا باید بیاد بگی حق الناس؟ چرا باید بیاد بگی مردم آزادی نکن؟ به دست خود من، بدبختی با دست من و تو این کارو میکنم، با دست خودم، هم جنس خودم میاد جلو، هم جنس خودم کارگر بدبخت فقیر احمق جلو وایساده با سنگ منو بزنه 40 نفری.
منو بزنه بگه من زندگی آزادی، بعد بره سعادت، بره الهیه، بره فرمانیه مستجری، با بدبختی جمع کنه بره اونجا دماغ عمل کن، زیر ابرو ورد و فلان کن، شبیه اونا کن، تتو بزن، بره مستجری یه جای گرون. خب احمق بیا پایین بشین، چرا اینقدر خودت تقدیم میدی دهنت سرویس شده بری شبیه اونا بشی؟ تو از اونا نیستی، تو از جنس ما بودی، مثل همین آبجمون که کلاس رقص داره 10 میلیون. تو چرا شبیه اونایی؟ چرا خودت شبیه اونا کردی؟ بیشتر از اونا اتفاقا، اون 300 میلیون درآمدش داره اندازه تو فاچیز نگرفته دستش. چرا زوری؟ چرا میتد؟ چیه؟ چی داره این؟ به خودم افتخار میکنم به فقیر بودم. من یه زمان خیلی وضعم خوب بود، اون ور بودم، فلان بودم، بمان بودم، تو جایی که همه وضعشون بده، تو جایی که خصوصا ایرانی ها که اکثر اصلا اوضاع همه اونوری ها داغون ها، اونور بهتون بگم خیلی وضعم خوب بود، ولی الان به این تو خاک نشستنم افتخار میکنم الحمدلله. از راه هایی که میخوام خیلی ها دارن چیز میکنن، خیلی بهتر از اینا بلدم، خیلی هم زرنگ ترم، خیلی بیشتر از اینا میتونم در بیارم اگه بخوام، و البته لطف و رحمت خدا. چند بار وسوسه شدم این کارو، مثلا ببین اینایی که محصولات فلان میندازن روی این کلبرا فلان و اینها، بهتون بگم خیلی هاشون به جاهایی دارن پول اینجوری پول در میارن که کولبرا شدن قهرمان، که قاچاقبرا شدن قهرمان، که تلنجیا قاچاقچیا شدن قهرمان. نگاه کنید دیگه، اون چهارشنبه سوریشون ریدن به آیین و تمدن تاریخمون، هیچ ربطی به تاریخ تمدنمون نداره. باید جنسشو بفروشه، باید مواد منفجرشو بفروشه، باید سیگار دینامیک و فشفشه چینی بفروشه بکنه تو پاچت. ببین نمیخوام بگم خیلی ها از این هایی که میلیون یورویی، میلیون یوانی، میلیون لیری دارن جا به جا، میلیون درهمی دارن جا به جا میکنن سیاست. ببین ایران برای همین میگم دیگه، میگم اون اینها انقدر در میارن، از کجاش بگم، کدوم ورشو بگم، خدا اینا مردمن، مردم اینان دیگه، ما که پشمی، ما که ما چیم بابا، ما 40 نفری همینا میکشن، همینا یا پول میدن به 4 تا عین خودم، یا خودشون میان به قول این بچه چیزایی که ناخوناشونو به زور میگیرن پول میدن، یکی از همین بچه محله ما که هر کدومش یه خیابون میبنده و یه چاقو ناخونگیر رو نمیدونم سنگ و چماق و فلان ما رو میکشن، یا خودشون 40 نفری میکشن، باباشون یا عموشون یا ننهشون یا خارزاده خار عمه عمه ننه فلان داییشون میاد قاتلمون آزاد میکنه، قاتلمون هم آزاد میکنه، خونمون هم تلف میشه. 300,000 نفر تلف شدیم. برای چی؟ برای چی 300,000 نفر شهید شدیم؟ همت کو، همت الان 1,000 میلیارد تومنه، یعنی 1,000 میلیارد تومن یعنی اختلاس، یعنی فسادی که همین فک فامیلای همینه که اینجوری درآمدشون اینجوریه در میاد. باکری چیه؟ باکری کو؟ کیه باکری؟ کو فهمیده کو؟ اینا همه اتوبان اندازش من کشته شدن، اسمشون بره رو اتوبان شدن، اینا اتوبان شدن. همت، همت نهایتش اتوبانه. 2,000 تا جانباز اعصاب روانی که توی مملکت در همین اعلان دارن عذاب میبینیم، اونا حرف ندنی. به قول یکی رفیقامون که چیز بود، حالا این موجیا، این اینایی که هنوز درگیر جنگن، اینا حرف نزن، اینا تلف مال خودشون، نمی جنگیدی به من چه؟ بذار پولمونه در بیاریم، دهنمون از چیزی دی با اینا جنگ دادیم، شهید دادیم فلان، اسلام ایران ایران ایران، ولمون کن بابا. 300 تومن درآمد ول کنم بیام بگم حجاب، بیام بگم نمیدونم شهید، بیام بگم نمیدونم کوروش داریوش گور بابا یا چیز. صحبت کردم باهاشون، با یکی از این فقیرای بدبخت بی عزت نفس بی چیزی که خیلی خودشو داره ادای اونا در میاره، بابا داره ادای اونا رو در میاره تو فقر و فلاکت، داره ادای اونا در میاره بچه قرتیه فلان، که ولی خب ذاتن قرتی مرتینی نبوده، الان اینجوری شده. به امام حسین واسش دلیل میاره، میگه گوره بابای استغفر الله، حرفای بد میزنه. کوروش داریوش اینا رو میگه گوره بابای تاریخ دمد نه استغفر الله، آیت الله عظمه داریوشو فوش میده، میگه فلان دیگه منطق نمیفهمه که.
مال حروم امام حسین میکشه. چرا باید توی این مملکت همه آزار دارن به هم؟ چرا؟ چرا هیچ که حق و ناز و مردم آزاری نکنید به کتف هیچ کنی؟ کو صدا سیما راجع به اینا برنامه بسازه؟ کو معلم هایی که به این چیزا یاد بدن به مردم؟ بچه‌هاشون بزرگ نشده مردم آزاره، تو مسجد مردم آزاره، تو کوچه مردم آزاره، تو خونه مردم آزاره، با مردم آزاری بزرگ میشه، جشناشون مردم آزاریه، عیدشون مردم آزاریه، چه اینوری چه اونوری، یا ترافیک یا فلانه یا بزن به کوب نمیدونم. پوفیز جشن تولد میگیره تا سه نصف شب ده نفر باید بدبختی بکشن از سر صدای این پوفیزا که دیگه به دنیا اومد. استغفرالله، آن قرار شد فوش ندم. این فوشای یواش، فوشای کم منو میبره به اون فوشای کشدار بد میشه. اون جشن چهارشنبه سوریشه، اون فلانشون، کو فرهنگ و تمدنت، کو ایرانی گرید، کو ایرانی، اون لباسا رو نگاه کن. صنعت موده که تصمیم میگیره. بودم توش. تازه اینایی که الان ادای کلاس اینا در میارن به گرد پا، من تو صنعت فشن بودم کار کردم یه موقعی با مدل روسا و اوکراینیا و فلان و بمانایی که تو دنیا با قولی ویکتوریا سیکرت و کت واقعا این چیزا چیز میکنن واسه اینها مثلا عداشه، ما با قولی ندید بدیدم نیستم، ولی همچنان نمیدونم چند تا مسئله با هم قاطی شده، ولی الفقر و فخری اتفاقا اینا باید خجالت بکشن. فقر خجالت داره مگه؟ که ادای اونا رو در بیارید. تریپ رو نگاه کن، کجا شبیه ایرانی، کجا شبیه فرهنگت، دینت، اعتقادت، تمدنت. یه روز میان پاچه ها رو نگاه کن، شلوار سنباد پوشیدی بابا، زشته به خود، خز و خیلی اینه. ببین اصلا نمیدونم، حالا نمیخوام مسخره نکنیم آدم ها رو، روزمون باطل میشه، ولی چیزاتون هم آخه خز و خیله. اینا ادای چیز در میارن، یعنی چیز کلاس اینان نیگه، خرج میکنن خز و خیل باشن. بعضی هاشم ادای اونا رو دارن در میارن، یعنی آدم دلش میسوزه، واقعا دلش میسوزه. یه سری هم که به قولی دازه به دوران رسیدن، حالا چیزی کاری ندارم. مثال کل مملکت، بعض مملکت اینه دیگه، قضاوت نکن، تهمت ندان، نمون غیبت نکن، فلان، هر غلطی دلشون میخواد دارن میکنه. اینا رو نمیگم، این مثال ها میگم، بازم این دو نوع درآمدی که تو مخیلمون نمیگنجید. ماهی 300 میلیون درآمد، 300 میلیون اصلا میشه مگه؟ خوشحال برید به آخوندا بدید، بدید بود آخوندی که داره ماهی 2 میلیون حقوق میگیره، مسجد بهش به قولی حوزه بهش ماهی 2 میلیون حقوق میده. من باز وضعم خوبه خدایی، من نسبت به خیلی ها باز وضعم خوبه و راضیم هستم. اتفاقا میگم از خیلی از این راه ها، اتفاقا راه درستش هم بعضی وقتا فکر میکنم اگه بخوام مثلا تمرکزم رو بذارم رو اون، چیز نشد نداره، نوش جونشون هم هست، نون حلال در میارن بعضی ها. پولدار بودن بد نیه، اصلا بچه شیعه باید قوی باشه که دست اینا نیافته مملکتت، مملکت دست اینا افتاده. این مردمت شما. من یه جاکش نمونه سال، معلومه تو یه نمونه سالی، چه تئاتر باشه چه واقعی، هم استغفرالله. خب میفهمیم هم چجوری میشه، این هنرشون میشه، این تئاتر خیابونشون میشه، حالا حرفای چیزی میزنه چندش، ولی غیر از این نیست. خودش هم میگه قطعا هم همینه. مملکت افتاد دست بچه، افتاد دست اوبشه ها، فرهنگت، کلاس اجتماعیت، مودت، سینمات، موزیکت، شعرت، همه چیزت. کجایی تو؟ آرمان کوشی سگ دارم به عربستانی ها، اینم عقلش فکر کن مسئلت سر میره، مثلا میری فوتبال نگاه میکنی، مثلا نیمار داره جلت بازی میکنه، رونالدو داره شوت میزنه، مثلا
بعد از فوتبال میری سوار مثلا لامبورگینی بشی میری با بچه ها مثلا با خرس قطبیت بازی میکنی، نمیتونم شیر داره جلو در مثلا میپره این من اون بر شغلی نداشته باشی میگم بری فوتبالیست ها رو تشویق کنیم 20 میلیون بهت ماهی میدن. مثل سگ داره واسه عربا اسودی میکنه به عرب. شغل نداشته باشی میری فوتبالیست ها رو تشویق میکنی ماهی 20 میلیون بهت میدن، حوصلت سر بره میری فوتبال نیمار میبینی شیر و خرس قطبی. باورش اینا، ببین این باور این بچه تفلکی، این میگم که مملکت مردا رو از مردونگی انداختن خیاب، به قول مردم از مردونگی انداختن، عقلم خب چیز میشه میشه دیگه. به دنیا میانم بدبختن، غذای خوب نمیخورن، دکتر خوب ندارن، چه برش حیوانایی که اینجا به دنیا میانم بدبختن، غذای خوب نمیخورن، دکتر خوب ندارن، چه برسه ما حیوانایی که اینجا به دنیا میانم بدبختن، چه برسه با آدماش. آقا من داشتم به این فکر میکردم، روند بازگشت ایرانی های خارج نشین رو سختش کنید و روند بیرون رفتن این آتشقالا رو راحت کنید برن. با اینا شدیم 85 میلیون نفر. حالا بچه هست البته، خب بقال تجربه اینو نداره اب نداره بقاله، ولی هستن زیادن دیگه، اینا دستشون افتاده دیگه، همه چی دست اینا هست دیگه. تفلکی حالا آدم دلش میسوزه واقعا واسه این عقله، بقالی اینجوری دارن فکر میکنن. چرا سن شغل 300 میلیون این در میاره میریزه تو چیز، اینجوری بهشون خوراک میدن. ببین ببین استغفرالله، سگ دارم به عربستان اینم حاصل چیزشون میشه، مثل سگ داره به سوسمار خورا که بدبخت ها. فاصله توسعه و عصر پاره سنگی عربستان نیم ساعت، دوتا موشک یمن به آرامکا و یه چرت و پرتایی ساختن ها. فکر میکنن رونالدو 40 ساله که اومدن دروازه خالی ها میزنه بیرون، پول دادن 40 میلیون آوردن این توسعه پیدا کرده با لامبورگینی فلان. احمق، برو دوتا شهر قطیف و فلان هم ببین، دوتا شهر عربستان، برو یه بار عربستان، آقا برو حج، برو عربستان، برو نگاه کن، تو رو خود پاشو برو عربستان. پول داری بابا، 300 میلیون داری لام هست در میاری، 70 میلیون 20 میلیون چه میدونم چقدر در میاری، اکثرا هم میدونم من به تجربه دیدم بچه ماهی داره احمقا، هیچ تجربه ندارن تو زندگیشون، بابا ریخته جلوشون، پرت کرده جلوشون، اینا هم بقولی فلان دار شدن، یهو نمیدونم فلان دار شرکت دار شدن، 20 سالش نشده مدیر عامل فلان جا میشه. رعیت شما، ما رعیت ما که آدم نیستیم که، مملکت مال قانون مال اینا. الان مشارکت هم منظور دولت همینه، به بابای همینا دیدی که مخبر اومد از بابای اینا خواهش کرد گفت تو رو قرآن بازار رو کنترل کنید، ما دولت فشل بدبخت ذلیل کوچولو ذلیل بی قدرت، ما که نمیتونیم کنترل کنیم بازار رو، نمیشه کنترل کرد، بازار باید آزاد باشه، خودتون کنترل کنید. همین باباهاشون، اون یکی شرکت حمل و نقل شیمیایی، یکی شرکت حمل و نقل گوشت، یکی صادر کننده گوشت، یکی پخش گوشت، یکی خود گوشت، یکی گوشت به دبی. شوخی نداریم که، این چیزا به آدم معمولی نمیم، رعیت جد در جد رعیتیم، دکتر هم بشیم هم رعیتیم، مگه اینکه بخوایم قالتاق بازی چیز کنیم. دیدید دیگه دولتشون به نام فلان وزیر فرهنگتون، وقتی که اونه وزیر فرهنگتون باید واسه کیا باشه؟ واسه کسایی باشه که دستشوی فرهنگی باید برن، نمیتونن دستشوی ایرانی بشینن، باید برینه تو بشینه و برینه که همینجوری بپاشه رو به قولی رو باستنش. احمقا فکر میکنن اینا کلاسه، کثیفه بدبخت، دستشوی میره باستن نمیشوره واسه ما کلاس شده، یا چیز میکنه همینجوری به قول میپاشه رو خودش، میچیزه و میپاشه رو خودش، این شده کلاس فرهنگی مملکت. اینقدر به قول یارو از خارجی چیز کرده بود که بگو مثلا چیز، یا مثلا بگو چه میدونم اومده اینجا میگه پنیر عکس میندازه، میگه هلو عکس میندازه، احمق. حالا اینم توریستاشون، اینم به قولی سفراشون،
وضعیت لابی هتل مردم قضاهاشون گرفتم دستشون اومدن تو لابی حقتونه 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 باید خواهد دلیلتون کنن این عثمانی های مغول که چهار تا ولاگر براتون تبلیغ میکنن ترداهات ترکیه ترکیه پاشو برید پولا رو از مملکت بردارید همه 300 میلیون فلان انقدر در دارید برید تو جیب این مغولای ترکیه صنعت اونا رو چیز نگهداری چرا چهار تا چیز ببینین چهار تا به قول این استغفر الله چهار تا کارخانه بری چهار تا لب به قول لب ساحل مثلا چهار تا ممه ببینید ندید بدیدیم دیگه چهار تا مثلا بری اونجا ودکا ویسکی فیک بخوری قیمت جونت هم هست حقت خار ذلیلت کنن این ترکا حقته حقته عزت نفس نداشته باشی میزنن تو سرت ترکیه شده آرزوی اتحادم ریختن اونجا همه ولاگر و فلان و بمان و خاله و نمیدونم دختر چیز میکنن و دختر ایرانی آقا بیا اینجا چه خبر اینجا وقت قبلی داری؟ نه خود پذیره؟ نه هیچی ندارم فقط انتهای سارو بکنم بگیری چه خبر اینجا؟ فیلره گفتن 490 بوده شده 230 این حجم از جمعیت فقط استغفر الله ربی و اتوب الله فیلر باستن 490 بوده شده 230 صف کشیدن افت باشه الان ببین یه دربار مسئله بود میگن که اینا بخشی از مردم ماان و صدای اینا خیلی زیادتر از عموم مردم ماست خیلی کمن ولی زیاده صداشون و کشور دست ایناست برای اینهاست الان دنبال جذبن دنبال این همین تحلیلگر خبرخون و آخوند و فلانای یوتیوب رو نگاه کن ادای ارمیانن اینا دنبال جذب اینا نا معنا تو ببین آخونده رو چیکار کردن دیدی تک و تنها میمونیم میزنن لط و بارمون میکنن ها هیچکی با ما نیستا ما تک و تنها میمونیم اینا یه دربال مسئله بود میگفتن یه وزیری به شاه چیز میداده که مثلا مردم بیشتر ازشون پول بگیر و فلان شاه میترسه میگه وزیر اینا شورش میکنن ها بعد وزیر بهش میگه نه باور نداری بگو حالا که اینقدر مالیات میدید باید یه دورم مثلا خلاصه میره میاد برم اینه مردم شلوغ کردن میگه دیدی شلوغ کردن فلان کردن میگه نه بابا گوش کن چه میگه میگه اینا دردشون این نیست که چیز نکنی میگه که تعداد این ستونا رو زیاد کنیم تو صف وای نسی هشم و این تبلیغاتش بهش میگن کلی سوسک ببینید چقدر این فرهنگ و شعورشون بهش میگن چی؟ فوق العاده گرمه و جون میده برای کباب کردن تموم شد استحاله فرهنگی شدیم رفت غذای حروم که تو رستوراناشون سرو میکنن مشروب که سرو میکنن حجاب و پشم و اینا هم که به قولی دیگه شیکم دیدیم آقا دارم بهتون میگم درست پشم مهم نبود پشمه ولی حد یقف نداره به اینا راضی نمیشن نگاه کن کی شو دیدی چی تو هم میلولن تو ماه رمزونی تو هم میلولن دیدی کی شو 300 میلیون درآمدش چه کارش کنه زن تو رو دختر تو رو دوست دختر تو رو خر کرده پشم و فلان الان باید کراتین بزنه به اون پشماش تو خیابون پولش در بیاره بره کیش بلولن تو هم تو کافه هاشون کافه افغانی دادن چیزه حالا ولش کن اونو نمیدونم غذای حرام که میخورن استیک فلان و هم و نمیدونم سوسیس های به قولی با گوشت و چیز و اینا که داره میبینی لابست خرچنگ گنده ها و نمیدونم غذای دریایی حرام و اقتاپوس هشبا و برات بگم اینم ماهی نه فلس داره این حلاله مگه این ماهی حلاله مگه غیر از این که حالا میخوام بحث محیط زیستیشم بگم رستوران مال حرام که میخورند مارم از اون که دیدید دیگه حالا به قولی انقدر بی معرفتن جلوی یارو رد میشن سیگار میکشن
یارو رو نسخ میکنن دا شب. چقدر بی‌معرفت باشه آدم، چقدر خاک بر سر شهری که توش لات لوتی نداره. من شهر افتاد دست ابنه یا واشه، خاک بر سر شهری که توش طیب نداره. همین شد دیگه. آقا این حلالم اگه این یه گونه یه بده خودش میگه تو آخر ویدیو میگه اسم این ماهی کولی سوس نیست و اسمش گیتار ماهی یا سوس دهان سوس دهان کمانیست. یکی از زیباترین گیتار ماهیان جهانه. گونه‌ای به شدت در خطر انقراض که در 45 سال گذشته حدود 80% جمعیتش از بین رفته. اگرچه گوشت با کیفیتی نداره، اما متاسفانه در سالهای اخیر با استفاده از کلید واژه‌ای مثل تپش گرمه، مثل برنج جنوب رو دیدی میگن تپش گرمه، میگن بابا جون برنج که دونه که همونه، گیاه که همونه، اگه جاشو عوض کنی تپش فرق میکنه. تجاری اینا میخوان تو پاچت بکنن، مثل کرم حلزون، کرم نمیدونم صابون فلان، بابا حلزون رو بزن به صورتت، شامپوی فلان گلیسرین داره، میشوره میبره، هر چیزی 20 دقیقه رو سرت نباشه جذب پوستت اصلا نمیشه. آقا شامپو حنا کوفته چیه؟ حنا بزن به سرت. زیت شامپو زیتون چیه؟ زیتون بزن به سرت بعد بشور. اینا تجاریه. خیلی خرگیر آوردن دنیا رو. نمیدونم برای کباب عالی و برای افزایش میل جنسی معجزه میکنه. زرت پرت در فضام ولش اون چیز میشه. اینا آخوندن الان پیروز آخوندن منقرض کردن. حالا اینم منقرض داره میکنه، اینا آخوندن. درآمدهای فلان دارن، من و تو بچه فلان تو زندگیمون از این چیزا میخوریم. البته من تو کشورهایی بودم بعضی یه موقعی اعتقاد چیزم نداشتم، به قول هر جونوری که تکون میخورد و خوردم یه بار، خدا خدا ببخش چیزی هم نی. واقعا اینو به تجربه فهمیدم که هر چیزی که حرومه واقعا هم آشغاله، واقعا هم اصلا چیز ارزشداری نیست که بخوای براش هم موجود رو منقرض کنی، هم طبع خودت رو خراب کنی، هم به مریضی بخوری، مثلا خفاش بخوری که چی بشه، از آشغال فلان هم میده. نمیدونم البته خفاش رو نخور، مثلا چه میدونم اختاپوس پلاستیک میخوری نمیتونی بجویش هشت بار، یا لابستر باید هی با بدبختی بکنی یه توفه مثل سوسک. دقیقا این سوسکه، چون خود سوسکه هم میخورن بعضی جا، البته سوسک درخت خوشگلا. خب چرا این کار رو کنی که طبیعتت هم خراب کنی، با اسلامت هم بجنگی، گوشت حلال و حروم هم بقالی چیز نکنی، برات مهم نباشه. هر ماهیه که نمیشه خورد که، هر غذای دریایی خرچنگ اینا نمیشه خورد که. حالا هر میگه دیگه، این سیدش هم زیاد میاد رستوران فلانجا، رستوران علی دایی، رستوران نمیدونم کاظم فلان، رستوران نمیدونم یحیی فلان، رستوران فلان سلبریتی، اون زیرم به قول مشروب و اینا رو هم سرو میکنن و احساس آزادی اینا میکنن. آزادی ها همینه. پیروز ها نگاه کن، آقا کجای تمدن تو یوس بلنگ بود؟ چه ربطی داره یوس بلنگ؟ چه ربطی به تمدن تو داره؟ چه ربطی به تمدن تو داره؟ شیر رو دادن به افغانی، هما بود، نمیدونم سیمرغ بود، چی بود تمدن تو؟ تمدن تو این شیری بود که کله یه بقولی چیز داشت. چه ربط یوس بلنگ به تو داد؟ یوس بلنگو کردن تو پاچت، کی کرد؟ با جنس خودت کردن، از جنس خودت، مردم خودت، با فوتبالیست خودت یوس بلنگو کردن تو پاچت. کیروشی پور کرد تو پاچت، همون جوری که کیروش کردن تو پاچت که پول در بیارن، یوس بلنگ هم کردن تو پاچت. نمیدونم مدل ترا درست که فلان فروخت، من فلان پیونه چقدر فروختن، چقدر کاسبی کردن باش. یه سگباز فلان شد قهرمان چی، آخرم که به قولی به کشتن دادن. کجای تمدن تو یوس بلنگ بوده؟ پوفیوز یوس بلنگ، یوس بلنگ سیشتیم و یوس بلنگ یه چی، نه به قول
آذری زبونم. تمدن شیر بود، نقشه کشورت شیر بود، گربه کردی، موشش کردی، الان یوسپلن کردی، شیر رو دادی به افغانی 200 سال پیش به قول چیز نم. الان انقدر مدعی شدن، انقدر مدعی شدن که دیگه به قولی خود افغانستان از فارسی دارن در میارن، پشتونستان داره چیز میکنه. این هم چه داستان باته؟ همونا میان از این درد و بلا بکنن تو ماخه تو ادای قهرمان هم در بیارن. یه چند تا چیده شد درشو بزنه بینیم مثالشو. به نام دادار بی همتا، درود بیکران بر ملت سرافراز ایران. زندگی ما زمانی به پایان تو چیزش میذارن بگه سلام. در برابر چیزهایی که مهم هستند سکوت کنیم. به عنوان یک شهروند توسعه خواه میخواهم توسعه خواه هر چی بدبختی داریم از این توسعه طلبا میخوام. توسعه به منظور همین ادبیات به قولی لیبرالی توسعه هست. توسعه اصلی رو ما دنبالش کاری کردیم که موشک فدا میفرستیم. ما شرق و غرب عالم جلو زیر چیزامون به قولی لنگ بندازن. اینا بدیم برن دارن برمیگردن. تو کردی، تقصیر تو بود. جمهوری سکولاری و فمینیستی با اسلام بازی کردی. تو کجا حد زدی؟ آیه قرآن بود دست دوزو ببر. کی بریدی؟ رفت نبریدی؟ فساد و دوزی همینه 300-400 میلیون در میارن. اومد زد پای اساس نظامتو لرزوند، آبرو تو برد، آبروی نظامتو برد. دوزدیا تو نکردی، تو دست قد نکردی، تو نکردی. حد بچه بازی و تجاوز سنگسار اعدام بود، تو نکردی. یه عالمه بچه بهشون تجاوز شد. همین مخصوصا الان که اوضاع خراب شد تو این مدارس حسابی اوضاع خراب خواهد شد. حالا 20 سال بعد میفهمید چه بدبختی این در زندگی آزادی سر بچه پسر بچه ها میاره. تو نکردی. یه عالمه زن بهشون تجاوز شد، مرد بهشون تجاوز شد، فلان بهشون تجاوز شد. تو اعدام نکردی. تو خائنا منافقا دزدایی که رفتن برجام ننگین ناموس صنعتی کشورتو تو گونی کردن دادن رفت، تیمشون تیم جاسوسی بود، کثافت‌ها رو تو محاکمه نکردی، الان برگشتن. همین دوره ببین کی دارم بهت میگم میان دوباره سر کار کلن تصمیم. ببین سند 23 اینا خاطره بود، تموم شد. 23 و توسعه پایدار اینا تموم، اینا خاطره بود. برو نگاه کن کتابا رو بردار بخون، شهید میبینی توش، برو جن میبینی تو این کتابای بچه ها، کتابای مدرسه. کارتونات رو نگاه کن، شبکه فلانت رو نگاه کن، صداسیمات فیلمات رو نگاه کن. فقط کم مونده دیگه به قولی این اینستاگرام که ننش بچه ننش به قولی یارو با لب گرفتن، فکر کنم بچه ای که ننش لب گرفته جلو چیز معروف شده، این فردا میخواد مثلا احساس غیرت کنه. آقا کسی که زنش جفند است داره کاسبی میکنه، سواب میکنن، کی پارتی میکنن، چرا باید با غیرت مشکل نداشته باشه؟ باید غیرت رو بزنه، چیزی براش نمیمونه که. هم عموم مردم همیشه توی مملکت ما رعیت بوده ایم، 400 سال رعیت بودیم، الان هم رعیتیم. ما کسی دنبال جذب ما نیست. ما یه کاری کنیم همه با دشمنمونن. ببین همین برنامه سازهای انقلابی فلان به قله خودشون مثلا وطن دوست ملی گرا نمیدونم فلان، نگاه کن همه با این دشمنای ایرانن. آخونده رو دیدی چیکار کردن؟ باش تو کافی با اینا دعوا کنی میزنن همشو، همینا هم با اونا تیم میشن. فرهنگتون کریسمس بابا سپندار مز کو، ولنتاین خوردیم مردمو. کریسمس از نوروز بیشتر چیز دارن. نوروز برای دعواشون با مارمزون شده بعضیا. شب یلدا تا چه بلایی سرش دارن میارن. کو کوروش، کو داریوش، لباست، غذات، غذات داره غذا اجنبی میشه، پیتزا ماکارونی غذای چیزته، نودلیت هوملس های چینی رو کردن تو مخ مردم. ما همین زداسیما
نودلیت آخه دردم میاد، انگار که مکدونالد هوملس های آمریکایی که کافی مکدونالد میخورن بدبختا پول ندارن، شده آرزوی روسا، به قولی البته روسا که دیگه چیز شدن، شده بود یه زمانی آرزوی ایرانی ها. نودلیت شده کلاس گذاشتن واسه اش، با کلاس میخرنش. کجا؟ تو جایی که رشته سوب، رشته آش، رشته پلو، رشته کوفت، رشته هزار تا رشته سنتی خودت داری، با کیفیت، مشتی، با کلاس، خوشمزه، رفتی نودلیت؟ حالا اسمش هم نودلیت کردن، همین نودل آماده هایی که هوملس های به قول فقرهای چینی، کارگر بدبخت های چینی که نمیتونن غذای گرم بخورن، اونجا همه جا آب جوش هست، اینا میگیره آب جوش میکنه توش میخوره، مثلا تو قطار میخوره، تو مترو میخوره. پولدارشون که نمیخورن، که زشت هستن. بری رستوران بشینی بچینن، اونا هم فکر میکنی جهان ویران خواهایی که چین رو گرن میگیرن، ژاپن رو گرفتن، کره رو گرفتن، هیچی ازش نداشتن، ژاپن بدبخت شده، کره یا بدبخت شدن، ژاپن خیلی اوضاعش خراب، چین رو دارن میگیرن چیز کردن، آمریکا رو که لطه پاره، اصلا آمریکا جوکه بابا، آمریکا هم دهه 80 اینا 70 60 ایناش بود، الان جوکه، الان آمریکا لطه پارش کردن. حالا آلمان یه ذره مردمش امر به معروف نهی از منکر منکر براشون جدیه، تو فرهنگشونه، خیلی امر معروف میکنن، خیلی دارن سعی میکنن، ولی یه جایی نگاه کن مثلا فرانسه فلان، خیلی اینجا رو نگاه کن چیزی نمونده ازشون، نابود شد. تو فکر میکنی ایران رو نمیکنن؟ کل دنیا رو نگاه کن، شرق و غرب همه این هم لباس میپوشن، این هم میره دستشویی با رول پیپ، به قول با دستمال کاغذی باستنشو تمیز میکنه. چرا؟ قبلا تو ویدیو قبلی داشتم میگفتم یادم رفت، احکام دینیه، نجس و پاکی از اسلامته، از زرتشتت، از خدای واحد، از تمدن خدای واحدته که تو دستشویی میری خودتو میشوری. و یعنی این که نجس نیست، آب دهن که نجس نیست، که یه جا کثیف باشه باش پاک میکنی، یا آب دهن میزنی موهات رو چیز میکنی، خیلی آب دیدی کثیف نیست که، همین جوریه براشون، مدفوع و اطرار همین جوریه برا خیلی هاشون. برو با یه نپالی یه جایی یه دو روز بمون، برو با یه هندی، برو با یه به قولی مخصوص خارج نشین ها، اینا که دوست دختر خارجی دارن میدونن چه چیز نکنم، سیفون رو نمیکشه دستشویی، همین فرانسوی که تو فیلماشون انقدر تمیزن دستشویی میره سیفون رو نمیکشه. مفهوم کسی نجس و پاکی با کثیف و پاکی فرق میکنه. حالا بگذاریم اینا رو عدد گرفتن دیگه، همین الان دیدی دیگه میره دستشویی زن چرا خونت میفهمی؟ هم تو خونت تاریکه، چرا؟ چرا چراغ نداره؟ درسته شمی روشنه ولی قایده نده، همیشگی نیست، چراغ همیشگیه، شم پارافینه، میسوزه تموم میشه، برقف چی؟ ها؟ برقف چرا میکنی؟ حالا اون موقع یه شمی روشن میکنی کفشه؟ یه شم کوچیک روشن میکنی. چقدر خنده دار، این شد هنرتون، یعنی خندوندن باید بچه دست و پا بده اینجوری حرف بزنی، یا مثلا شوخی های جنسی اینا باشه همش. اینم خامنه‌ای بیا منو بکش، بکش به چاسم به درک بکش، من اصلا نمیخوام زندگی کنم تو این دنیا، از همه تو خسته شدم. تو رو بوس میکنن، تو رو نمیکشن، به خدا اصلا نمیخوام تو این دنیا زندگی کنم، هم از آمریکای کثافت خسته شدم، هم از ایران کثافت خسته شدم. همین نوروز میام عزیزم، همین نوروز میام، حتی اگه عزیزم خامنه‌ای هم منو اعدام کنه، خامنه‌ای هم منو اعدام کنه، همه دنیا داستانمو میدونن دیگه. پهلوی سگزاده عمل نوکر بزرگ مادر من، بازم شرف دارم پهلوی، راستم میگه پهلوی عمل نوکر ننه بزرگ این بود، این قجری هیچ وقت نمیتونه به قدرت برسه، همه دنیا میدونن نوکر مادر بزرگ من بوده، همه دنیا، به همه دنیا میگم پهلوی نوکر مادر بزرگ من بوده. حالا یاد امید دانا میفته این حرف میزنه، انگار چیز مایوس نادان داره حرف میزنه، ایزد نشان قاتل این بلا. چرا گله ها جواهرهای منو میپوشن؟ چرا با پول من پوز میدن؟ چرا نوکر پول ملت ایرانه؟
تو هم زیر مفت نزن. ولی خب همین میشه دیگه. ببین این بدبخت هم چیز دیگه، دهنش سرویس شده دیگه، دیوانه شده. جشن پوریم ولی قهرمان اون آدمایی که به همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی کوروش مادر گرداندن هر سری اینجا میرسم خیلی بد میشه حرفام. بذار یه ذره سکوت کن، یه ذره تو صلوات بفرستیم. استغفر الله ربی و توبه. برای منشور کوروش پوری میگیرن فلان فلان شده. من یه بارم گفتم، گفتم من زمانی بوده که گوش هامان و شیرینی درست میکنن پخش میکنن، این فلان فلان شده شازده این مملکت بوده مثلا. البته نوکر سرینه، سرینی که به قولی ابنه یه حالا این نوکر اون ابنه یه دیگه. ببین دیگه چیزه، جشن پوریم داره تبلیغ میگه. چرا چیان مخاطباش؟ خجسته‌باد به شکرگزاری از منشور آزادی کوروش، منشور آزادی یهودیان جهان بر ملت اسرائیل و همه یهودیان، منشور آزادی واسه اون جشن میگیرن. بی پدر مادر بی شرف، فلان به قبر پدر و پدر بزرگت، بر ابو سفیان و معاویه و یزید لعنت. احمق، 70,000 تا ایرانی کشتن، همین الان دارن پورین انجام میدن تو غزه، همین دقیقا همین عین تاریخه. ببین کل تاریخ اینا همین بودن، بهشون پناه میدادی میومدن تو ایران، 70,000 نفر ازت کشتن. الان فلسطینی ها بهشون پناه دادن رفتن اونجا، دوباره همین الان 40,000-50,000 نفر کشتن. همین پورین همین بود. هامان میخواست 4 تا جنایتکارتون رو به قول 7 اکتبر شد همینجوری درآوردن دیگه. نه اینا 7 اکتبر حمله کردن، بس بعد همشون رو بزنیم. وزیر ایرانی و بعد میگن خشایار چیز که حالا یه ذره دروغ هم درآوردن. خشایار شاید انقدر احمق و وطن فروش چیز نبود که این چیزا رو من قبول ندارم شخصا. ولی بیا جشنتون هم که همش سربازای هخامنشی و مسخره و فلان میکنید. خودت رسما میگه ما ایرانی های بد رو کشتیم. الان هم میگن که ما اومدیم ما میخوایم بیایم جمهوری اسلامی بکشیم مثل پوریم، ایرانی های بد رو بکشیم، 80,000 نفر بکشیم. چقدر جمعیت بوده مگه 70,000 نفر هم کشته؟ والا زمان ممرزا 40 میلیون آخراش شدیم. کسافتت فلان فلان شده. اینم میشه 16 شون دیگه، اینم میشه همونی که جمع جمع بگن رضا شد قبرت نمیدونم فلان پسر فرهدی با اینا احمقن. همین الان پهلوی چیا نشستن نمیدونم چیه فازه بود هشتگ زده بودن اسمش یادم رفت، اینم حسن هست نمیدونم از دامن فازه بود مال فازه از مال از از چی کجای فائزه بود به مسیح و میکولا اینا نمیدونم نرگس محمدی اینا احمقا دیگه. ببین زن این چیز فائزه است. دارم بهت میالم ببین کی به این حرف من میرسی. این ننش بد خرابه که شوهره شد به قولی ممرزا رو کشت. اون آخرین سال تحویلی که با مرحوم پدر بودید به یادتون میاد و میدید اونجا چه گذشت، اون صحنه چگونه بود؟ بلشم تابستان 57 آخرین اگر اشتباه نکنم همون تابستان 57 بود آخرین سال تحویل. تابستان 57 چی میفهمه ایران چیه؟ بلشم اصلا این بود. اینم برای تمام کسایی که میگن تو توی ایران نیستی معیش نادم. تماشا کنید اینجا مغازه های ایران. بله این دفلکی اومده ایران. چرا ایران مال ایناست؟ چرا نیاد مال توه؟ اتفاقا قرآن آتیش بزنید، قرآن وجود نده. این ماها هر جا ما کانادا هم باشیم وضعمون اینه. ببین یکی از داداشامونو ببین تو کانادا. آرمین این حرفا رو اینترنت نذار، مردم که تو رو نمیشناسن نمیدونن جزء کسی نیستی، یه بلای سرت میارن، یه مشکلی برات پیش میاد. من بیاد من از کسی نمیترسم و دو تقصیر ایرانیاست که این کارو کردن، تقصیر دولت نیست. ایرانی‌ها یه کاری کردن که مردم بترسن حرف دلشون رو بزنن.
حرفی رو مغزشون رو بزنن، حرف راست رو بزنن. دولت این کار رو نکرده، ایرانی ها کردن. خب من مثال میزنم، مامان من مسلمونه، خود منم مسلمونم، سید آرمین مگه میشه مسلمون نباشن؟ نطفت حلاله، درود به شرفت، مادرت پاکه که به قولی آدم حس میکنه از جنس مایی. من کل زندگیم که اینجا بودیم، کانادا هنو روسری داره 17 سال مانم، گفتم روسری تو در بیار دیگه. کانادا گفت آرمین اعتقادمه، به من گیر نده. گفتم چشم ببخش، نه سفید پوست تا حالا به مان من بی احترامی کرده، بهش گیر داده، بهش توهین کرده، نه چینی، نه کره‌ای، نه هندی، هیچ کس، فقط یه ایرانی که میگه زن زندگی آزادی، آزادی میخوایم ولی آزادی رو رعایت نمیکنه. آزادی اینه که مثلا مادر من که روسری میپوشه آزاد باشه که این کارو بکنه، کسی بهش گیر نده. تازه خارجی باید این کارو بکنه، اینا حواست نیست دیگه، اینا بازی آزاد. ما مخصوصا اونایی که خارج کشور زندگی کردن، تو شرق و غرب عالم دیدی ایرانیای خارج نشین، ازشون فرار کن، خیلی اوضاعشون خرابه، خیلی اصلا حیوانات عجیبیان اکثرشون، خیلی ما تنها میشیم هممون. ایرانیای واقعی که خیلی اصالت دارن تنها میشن، همش اذیت میشن. اینا کفدارا به قولی، البته چیزن ها، اومدی تو ایران، حالا اینا دورت دوباره، اینا اینجا هم دستشون گرفتن، اینجا دستشون گرفتن با دزدی و فلان، مال حرام و نطفه خراب و شیر ناپاک، چه انتظاری داری ازش؟ آزادی میخواد چه؟ این هدفش آزادی نیست، مثل این آخونده نه آخونده این چیزه، هی بهش میگفتم بابا آجی اینقدر چی نکن بابا، طرف اینا رو اینقدر میگیری از اون وردار میفتینا، ببین یه همه شده اونا جورت ندارش که به اینا حرف بزن ها فلان. میگم نه اینا رو باید از راه فرهنگی و فرهنگی ما، بابا میگم حق یقف نداره، این دردش اینا نیست که بودن داشتن چیز میکردن، این سلیته سلیته گریه ما، کاری با پشم این زشت میمونه که نگاه میکنه اصلا این کسی تحریک نمیکنه، این میمون انقدر زشته پش میشه کسی کنه، سلیته گریت که میاد پشت خواهر مادر میده تو خیابون زن بچه مردم رد میشه، با اینش کار داریم؟ شوهرش هم بغلشه بذت میشه یک به قولی یه جوری ادبش کرد، فیلم درست کرده مثلا، داره از اون فیلم رو داره چیز میکنه میگه فلان، بعد الان میای میگی که بابا اینا راضی نمیشن، دشمنان تو تمام چیز تو بگیرن راضی نمیشن، برای همین میبره برو همون خونه اول بجنگ، سر روز یه تار موه باید بجنگی، اگه این یه تار مو افتاد بیرون چیزی نگی تا شورت اینجوری هم میره شیطان میکشه، همین دخترها پسرای به قولی داداش برادر خوار مادر خودتو میکشه میبره، اگه بری توی یه قاری توی یه بیابون باطل میاد دست میندازه میبرتت، پول توشه، پول بفهم. یه بار تو نمیدونم کره بود ژاپن بود چین بود کجا بود یادم نمیاد دقیقا، یعنی یکی این چیزای چینی بود توی یه هتلی مراسم عروسی بود، بعد زن و بچه و پیرمرد و فک و فامیل اینا نشسته بودن ازشون، ما یه چیز داشتیم اونجا به قولی یه کار میکردیم، یارو یاد نمیدونم دقیق یادم نمیاد ولی دلشون خیلی بد میشه، یه شو خیلی جنسی دوله زن و بچه فلان اینا، فکر میکنم چه بلایی سرشون آورد، تمام چیزشون ازشون گرفتن و اینجا هم داره میاد. 1919 1119 1119'da دوغلو اولمزه. آخه بو 1919 دیگه. 1911. حالا یه چیز قبر تو آذربایجان جمهوری جعلیه به زبان فارسی روش نوشته. اینا همین. اما ببین جایی که فرهنگ تو، لباس و غذا تو. وای به حال ملتی که توش لباس و غذاش مال خودش نباشه. وای به حال ملتی که لباس و غذاش مال خودش نباشه، وابسته بشه. به کجا میرسه؟ به اینجا میرسه. یونسکو فیلم داده واسه It's an ancient celebration that marks the first day of spring. Have you ever heard of نوروز؟ تا حالا در مورد نوروز شنیدی؟ یه فستیوال
جهانیه، اینترنشنال کهن باستانه که برای تازه شدن دنیا و فلان. این سنت برای 3000 سال با میلیون ها آدم کل دنیا داره جشن گرفته میشه. به ایرانی هم هیچ ربطی نداره. ببین یه مغول آوردن، یه مغول یونسکو آورده به تبریک نوروز بگه، بعدش ترک عثمانی، ازبک و قزاق و نمیدونم قرقیز و کرگیز و اویغور و فلان اینا بیان حرف بزن. جشن ترکا. نوروز بایرامیز مبارک. هیچ ربطی به ایران و ایرانی. نوروز جمشید، نوروز روز نو، روز نو جمشید که روز نو از این برو ببین، برو، یا نمیخوام تعریف کنم، برو شاهنامه را اونجایی که راجبه اون ابتدای اون بخش اول کتاب که راجبه فریدون و جمشید و اینا صحبت میکنن را برو بخون، برو بخون اصلا دلیل به وجود اومدن نوروز چیه. چنگیز و محمود افغان گرفتن کشور رو، چنگیز مغول تمام فرنگتو دارن، چوگانتو، نوروزتو، همین که همین کردارا، همین نوروز الان کردارا گرفتن تو ترکیه زدن واسه جشن نوروزی که گرفتن، اما بیرون باید اینا ازت بگیرن. زن زندگی آزادی. ببین یه افغانی هم آوردن، فکر میکنم ها، چون فکر نمیکنم هیچ ایرانی اینقدر لهجهش میخوره که نیست ایرانی نیست آوردن، چون فکر نمیکنم ایرانی اینقدر همچین زیر بار همچین ذلتی بره این ویدیو خار و ذلیل درست کنه، چیز کنه، شرکت کنه درش. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. نوروز بایرامونوز کوتلو اولسون. نوروز و آلام مبارک بولسون برچگه. خلاصه که بگذیم مرکش بیشون. چرا من از این دفاع نکنم؟ چرا من پشت این وای نستم که کیا رو جذب کنید؟ موجودیم که با آقای علی پروین و اون حسن روشن دیشب میگه تو خواننده بلش کن، بلش کن، نامیدی میشه. طرف میگفت توی تهران یه تیم شدن با حالا دیدیم دیگه، اون یه سری فیلم ها این وسط ها اومد، کنداکتر ها با هم قاطی شد دیگه، یه ذره چیز شدیم، زیاد شد حرفم بهتر. اتفاقا تو این دنیای مینیمالیستی حرف بلندم مخاطب خودشو داره، مثل شعر کوتاه که مخاطب زیاد داره، ولی شعر بلندم مخاطب خودشو داره، فیلم مخاطب خودشو داره فیلم کوتاه، ولی سریال بلندم مخاطب خودشو داره. پس من به نظرم اصلا بهتر که بلند شد، فقط یه ذره سخت آپلودش با این وضعه. حالا یه ذره ببین آخون نشون، اینجا هم یکی از اون جاهایی که بود که من 4 بار فیلم گرفتم، 1 ساعت ای دوباره گرفتم به اینجا رسیدم، یه مقدار بیادب شدم. نمیشه، سخته. ببین یه برای ماها سخته یه مقدار یکی برات چیز کنه، چیز کنی. بذار من برم یه آبجوش بذارم دم افطارا برگردم ببینم آخوند اونا بود 2300 تومن فلان برمیدم اون قشر. ببین کلا را نگاه، کلا بیسبال آمریکایی، تیشرت رو نگاه کن. خب ابا عمامه رو ازت گرفتن، اعتقادت هم ازت گرفتن، کاسب بودی تو، تو ابا عمامت پول توش بود، زور توش بود، اعتبار داشت، سرت بود، ازت گرفتن، الان مثلا الله یاری کروات میبندی. خب از اول مریض بودی، چرا پس ابا عمامه لباس ایرانی چرا پوشیده بودی؟ دعوا سبک زندگی نبود، دعوا سر لباس اسلامی نبود که. تیشرت با تیشرت الان سجده بری به قولی. این یه طرف. بذار من برم آبجوش بریزم، میذارم این سخت حرفش. بذار قبل اینکه بریم اون آخوندشون رو ببینیم، یه بار دیگه خودشون رو ببینیم یادمون نره. 7 غواص 90 کجا غواص می‌مونه؟ سکوی نفتی
سلامه مربی رفت هستم. خدای دلم میسوزه. تو از اون تو چرا شد این اونا لباس میپوشی، حرف اونا رو میزنی، ادای اونا رو در میری؟ تو که جنس مایی که بله 23 سالون دار 150 تا 250. چه سالون داری؟ مرکز کرج. این خیلی دلم میسوزونه. 23 سالون خیلی دلم میسوزونن اینایی که ادای اونا رو در میارن. خدا خیلی ازای زشت بعد ایکل و بعد تریپ و ادا افاده سگ دارم به عربی فیلر باستن 490 بوده شده 230. توسک ببینید چقدر جذاب. چاسم به درد. ببینیم این آخوند سرمایه داری، تریبون سرمایه داری، نولیبرالا و اینها ولی سلبریتی معروفشون شاخاخون 4 میلیون فکر کنم چند میلیون فالوور داره. از جنس من رفتن دورش جمع کردن، حاجی حاجی بستن به شیکمش، گنده شده، کلوف شده. ببینیم این چی میگه. طرف میگفت توی تهران یه تیم شدن با هم نماز استیجاری میخونن. چیکار میکنن؟ این میان پول میدن، میگن آقا مثلا بابای ما مرده 10 سال نماز داره، میدن به اینا. اینا اون روز روزه میگیرن، 30 نفرن، 30 نفری روزه میگیرن، میشه 30 تا روزه یه ماه روزه مال یارو. بعد یه سال نماز میخونن. چجوری میخونن؟ جماعت میخونن 30 نفری. یعنی هر یه نمازی که یه دور نمازی که میخونن میشه مال یه ماه. 12 دور نماز میخونن جماعت، میشه 1 سال نماز یه دونه روزه. بعد بین این 30 تا تقسیم میکنن. خب اینا الان به غیر از اون پوله به چیزی میتونن فکر کنن؟ میگم ببین شده یه دکونی. چرا ناراحتی؟ مگه ارث بابای تو رو میخوره؟ 30 نفر آدم چقدر بهشون میرسه؟ یه توفه تو چرا ناراضی؟ تو چرا یه پولی دست فقرا برسه به قولی چیزتون دود میکنه؟ چتونه؟ اسلام بناش داره اینه، همیشه همش کلن اقتصادش اینه، پول به چرخه بین مردم، ولیمه بده، هرچی میشه برده آزاد کن، نمیدونم روزه قضا داشتی قضا بده به فقیر، برده آزاد کن، فقیرها رو پول بده، نمیدونم نماز چیز داشتی پول بده فقیره برات بخونه، روزه چیز داشتی خودت باید بخونی، نمیدونم بچت بزرگت بخونه، اگه دیگه پول داری ماهی 300 میلیون پول حقوق داری در میاری، یه تحفه بنده جلو فقیر بدبخت، یه دو تا نمازت رو برات بخونه، یه ذره پول بهش بچرخه. این حکم اقتصاد اسلامیه. این شما نیه جمع کن جمع کن کنس ببری بذاری تو بورس، ببری ارز دیجیتال چیکار کنی باش؟ بری واردات ناخون مصنوعی و فلان بکنی، چسب ناخون بدی چین بیان تعلنجی از امارات برات وارد کنن، بعد فکر کنی پولدار شد. به تو چه؟ ارث بابای تو رو میخوره مگه؟ منه. خب دیگه 10 سال بخونن 80 تومن، روزه چقدر؟ 10 سال 80 تومن تو 30 نفر جمع چیز کن ببین چی میشه. کو اسلامی دیگه چیز شما مزنه دستته 5 میلیون خب باشه اومده باشه، من مگه قرار شد هرچی اومد ما سوال نکنیم؟ میگم اگه شما بگن نماز بخون پول بگیر، شما به غیر پول تو نماز به چیزی که فکر میکنی؟ آقا روایت نوایت ول کن، من شما یه سوال منطقی میکنم. من از شما سوال کی هستی؟ کی از خودت چی فرض کردی؟ روایت رو ول کن، فقیه رو ول کن، ول کن حرف تو رو بشنو. تریبون سرمایه دارا چیزتو میسوزه، یه توفه تو من بیفته دست یه سری فقرا؟ بدبختی داریم به قرآن قسم. تمام زورشو زده آدم جمع کرده دو بزنه که آقا پول به هیچ فقیر نظری میدی حجمه میکنن، نمیدونم مهمونی برای فقرا میگیری حجمه میکنن، سفره ابوالفضل میندازی حجمه میکنن، محرم نظری میدی فلان، میمیرن یه ذره نون دست فقرا بیفته میمیرن. نه اینکه خودشو تفکرات این به قولی سرمایه داره که مخشو شسته. قیافه تریپ بشو نگاه کن، با 4 تا سلبریتی بازیگر گشت اینجوری شد دیگه. میگن رفیق خوب و زغال خوب، رفیق بد و زغال خوب تأثیر داره دیگه. بده هی روایت بس من نخون. بلش چی؟ فقیه چی چیه؟ من دارم با شما حرف فقیه چی چیه؟ من دارم با شما حرف ما با هم داریم عوض کرد وسط شلاته گفت ما با هم داریم حرف میزنیم، خودش فهمید داره اسمشو نوشته حوزه به قول کله بسته فلان ادای چیز در میاره، علما لباس پیغمبر رو در میارن اسمشونو به قولی لباس ازشون خلص الهاشون کنه این میشن فقیه. کیلو چنده؟ من خدام، من پیغمبرم، من تفسیر میکنم، از من بپرسید چی فهمیدی؟
ادای فهمم در میاری، این هم ادعات هم میشه که فلان. من ببین اتفاقا با این باید بی‌ادبانه حرف بزنی، چون اینا ادای ادب و احترام و رحمت میکنن. سوال ازش پرسیدن، نمیتونه چیز کنه، تحمل کنه جواب بده، نمیتونه تحمل کنه جواب بده، میخواد بزنه یارو رو، بعد میگه بیا برو قاتل رو ببخش، میگه بیا برو قاتل رو ببخش، نمیدونم امام حسین چم رو بخشید فلان کرد. حال داریم میکنیم، عقل خودت مگه نداری که دنبال فقیه میگردی؟ تو رو فهم خودت پا میذاری تو عقل داری؟ کی تو چرا فکر کردی تو عقل داری تو مسئله انقدر مهم؟ چرا انقدر این مسئله به واضحی رو نمیفهمه؟ نمیفهمه آقا پول نباید تو دستت بمونه، خمس داری یک پنجمش بره، زکات بده چیز میکنی، زکات بده فلان بده، هی از سرمایه دار بگیر بده به فقیر عادلانه پخش بشه، ای پول پخشه، گشنه نمونه، همسایت گشنه باشه میمیری، یه دن فلانه نمیدونم گناه فلانه، روزه داری بده فقیره بخونه، نمیدونم فلان داری پول بده به فقیره، بابا حواستون باشه به این مردم فقیر مستضعف و بدبخت. تو فهمیدی؟ به این مسئله واضحی رو نفهمیدی، صدات هم این داشته که بابا تا دیروز لباس آخوندی بودی الان هم پا منبر نشستی. پاک بر سر شهری که طیب نداره. کی بهت گفته هر خریلات میشه؟ آقا صریح دارم میگم، میگم اگه پول باشه دنبال پول میری، خودت میگه آره دنبال پول میرم، باز دوباره چی میگی؟ صحبت نکنید آقا، چیزی که میفهمی رو پا میذاری روش، تو چیزی که فهمیدی و پا گذاشتی اومدی اینقدر طلبکارانه داری حرف میزنی. چقدر وقی زمونه ای شده به خدا قسم، سفیها ابلهها جاهلها نگاه عاقلان در سفی درت میندازند و یه زر خیلی مفتی رو میزنن، احساس میکنن حرفت درست زدن و تو رو تسلیمت میکنن. تو کردی آقای جمهوری اسلامی، تو دهن نشکندی، تو خائن رفت برجام امضا کرده تو محاکمه نکردی، الان بدارن برمیگردن تریبوناشون هم اینا میبینی 300 میلیون درآمد حقوق یکی از طرفداراشونه، با یک پنجمش میده منو بکشن، قاضیمو بکشن، قاضیمو بزنن، یک پنجم قاضیمو میزن میخره. چی میگی؟ کجای کاری؟ همو اون صدا سیمات هایده و موین، البته سگ شرف داره به موین، با هایده باز علی همای رحمت بخون، بازم شرف داشت به اونایی که از به قولی الان داره میبینیم، یه روز مثلا وطن وطن میکنه، خلیج خلیج میکنه، یه روز با اماراتی ها بسته، یه روز این ور نمیدونم علی علی و این چیزا میخونه، از اون ور فرداش پشت کساییه که یارو مدعای بابا حسین حسین میکنه، پشت کساییه که پرچم حسین آتش میزنه، اینم آخوندشونه میمیره. باز انگار تو حالت عادی نماز میخونی خدا میبینی؟ چرا میمیری؟ یه دوتا یه توفه پول لست دوتا فقیر بدبخت بیافته. این همونه، من به همونایی ان با این به قولی همین شده که هر کی هر غلطی داره میکنه دیگه، هر ذری که دلشون میخواد میزنن به نفع. چرا همیشه اینوری؟ چرا همه یه بارم اینوری ذر بدن لاغر؟ چرا همه چی به نفع بچه پول داره؟ 40 نفری زدن کشتنت، 40 نفری توله هاشون زدن کشتنشون، باباشون اومده قاتلتو آزاد کرده، آخوندشون میاد میگه ببخش، اونی که میگه ببخش حالا ببین چی داری میزنه. بیا آقا میشه صحبت نکنه کسی؟ آقا اصلا سوال نداریم، صحبت نکنید آقا، من دارم حرف میزنم، دارم اصلا شما حرف منو متوجه نمی... نه سوال نیست، نمیخوام سوال کنید آقا، عجب که شما کدوم جلسه میرید این کارا رو میکنید، اینجوری میکنید. نه بی خود اجازه دادم، من گفتم من غلط کردم، شما اصلا دارید جلو اصل بحثو میگیرید، وقتی همه تلف میکنید، وقتی خودتون تلف میکنید، چیزی که میفهمی رو پا میذاری روش. آقا ولش کن، ارادت نمیشه سرت که ارادت داری، ببین لاتیشو چرا پر میکنی؟ صدا تو بیار پایین بابا، کی تو رو آدم حساب، کی تو رو چی تو که کسی نباید ازت سوال بپرسه؟ تو همونی نیستی که یه عمر میاد والا و خدا خداشو نقد میکنن، ولی فقیهشو میگن سوال میپرسن ازش، آیت اللهشو ازش سوال میپرسن، امامشو مثالاشون اینه دیگه، امام صادق اومد با زندیق نمیدونم بحث میکرد فلان میکرد، این چی دوزاریا نمیشه ازش سوال بپرسن؟ نمیخوام چیزی بگی آقا، نمیخوام سوال پسا، نمیخوام صحبت کنی، عجب گرفتاری شدیم آقا، نمیخواد صحبت کنی.
فقط تو صحبت کن. حق گوینده به شنونده میگه حرف بزنه چی میگه. تو حقم توی حق تو تشخیص میدی. 30 نفر جمع شدن یه نماز خوندن واسه یه بچه پولداری که از دنیا رفته، خدا هم اینا اجازه داده راهی قرار داده که پول بچرخه، راهی قرار داده یه ذره از این پولدارا بگیره بده به این بدبخت بیچاره‌ای که تو زندگیشون چیز نمیبینن. داری میسوزی، داری میتلکی. کجا دیدید اینا یه بار بیان این اسلام رحمانشون رو اینجا خرج کنن که بگن لامصب یه بچه حاشیه شهری که درآمد مثلا 5 6 میلیون داره، 4 میلیون داره، 10 میلیون داره، دختر مربی رقص سالن فلانجا 10 میلیون حقوقشه، 10 میلیون حقوقشه، چطوری باید با اون دختری که 300 میلیون حقوقشه رقابت کنه؟ چطوری باید قانون واسه این قانون باید واسه اون بنویسه؟ یعنی باید بره ادای اونو در بیاره. با 10 میلیون حقوق باید بری ادای اون 300 میلیونی رو در بیاری، بهت نگن اون ملقب افتاده. رأیش مال اونه، قانونش مال اونه، اقتصادش مال اونه، آخوندش هم مال اونه. آخون که نیستن که، یه موقعی سود داره به قولی اعتبار داره، هستن الان داریم تیم مملکت هستن که هنوز سود داشته باشه. البته تهمت و قضاوتی هم نمی کنیم به کسی، ولی میخوام بگم خیلی هم اینجوری هن. مثالشون وزیر خارجه ای که شما خیانت کردی به تاریخ مملکت، محاکمش نکردی، شما به تاریخ این کشور خیانت کردی، جا وزیر خارجه قبلی تو محاکمه نکردی، دکمه دیپلماسی، یقه دیپلماسی مد کردن، مثلا یقه ایرانیه، بعد تو خلوتشون تیشرت زرد فلان، بعد همینا میان میگن نمیدونم فلان واعظان که آن در خلوت و فلان میکنن چون به فلان دعوا سر سبک زندگی. همینه دارم میگم دیگه، اینجا میفهمی دیگه، اینجا داری میفهمی دیگه، هرست در میاد دیگه. آقا حقوق کارگرا رو از 8 میلیون کردن 11 میلیون، بگم بازم دوباره بگم من مخالفم داداشم، من روش مبارزم، من میگم باید پایه اساس حل کرد، باید این دلالی، اقتصاد تحریمی دلالیم، تو اقتصاد تحریمی دلالی که قیمت دلار بالا میره 300 میلیونش میشه 360 میلیون، باید بری اون دلاره رو از اقتصاد حذف کنی. با افزایش حقوق شما انگیزه برای گرون کردن اینا میدی. این فردا این ناخونی که میکاش تا امروز میکاش 10 میلیون، فردا میکاره 15 میلیون، میگه کارگر داره میگیره 11 تومن، زورت نمیرسه به اینا، اینا کارفرمان، این آخوند کارفرماست، اونم خدای اونا هم خودشون کارفرمان، دورت دوت کارگر من بدبخت با چجوری دورم به اینا برسه؟ یک پنجم حقوقش قاضی ما میزنن، قاضی که قراره بربندم برسه میزنن، وای بالا خودم، کجا دارید زندگی، کجای شما، کل دنیا رو گرفتن خرمون کردن با این اسما، جمهوری سکولار فمینیستی بدتر اتفاقا، از دست دادیم همت فلان، اینو گفتم حالا من حرفم اینه، من میگم بریم از اصل باید اینا به اینا توجیه میده برای گرونسازی و میکنن. همین الان از جنس خودم، از جنس خود کارگر خودت، خود کارگر تو ماشین هم مسافر میشینه و فوش میده به آخونده، میگه خاک بر سرشون 36 درصد گرون کردن حقوقامونا، از اردیبهشت همه چی قراره 10 برابر گرون شد، چوبش ما بخوریم. راست هم میگه، من که قراردادی نیستم که، من گشکار بدبختم که 40 نفری بکشنم 3 میلیون گشکاری دارم، من که قرارداد ندارم حقوقمو بالا ببره کسی که، من نقاشم، من پیک موتوری ام، من نمیدونم مسافر با موتور تو ناصر خسرو مسافر کشی میکنم، من مسافر کش فلانم، من نمیدونم بنا، من اینا همه کارام که افتاده دست افغانی، اصلا ایرانی بدبخت شد رفت، بابا شیعه جماعت بدبخت شد رفتش، کل مملکت افتاده دست سکولارا، سنی ها، به قول چی بود این بهایی ها، این چیزا با بیدینا، بچه شیه بدبخت کار نداره که. من میگه حالا اینا رو بردی بالا همه چیز به ما گره، همین الان خودشون اتفاقا ناراضی هست، شما این ور ناراضی که میگی چرا 15 میلیون نشد، من میگم مثلا نباید میشد، اینا میگن که همین 11 میلیون که شده بدبخت شدیم، خود کارگره داره میگه، کارگریت هم شده کارگریه به قولی خودمونیم دیگه، یه چیزایی دیگه. البته من این دارم رو لبه شمشیر را میرم، من دارم روی یه تیغ خیلی تیزی را میرم که هر لحظه ممکنه ببرتم، من اینجا جایی که لیز میخورم، اگر مثلا میگم فلان جریان چپ فلان میشه با عدالت خاری زد لیز خورد هلش داد به سمت ناحق، اگر معاویه بوزه یکی سر میبره به قولی میگه از من از طرف علی هم دشمن علی بشه، اگه میگم
رائف پورا رو مثلا با جریان همین دیدین دیگه لحاظ اقتصادی الان اصلا تریبون چیزا شده، نمیشه قال الباقر قال الصادقه چی شد پس الان شده قال الهایک قال الفلان. یارو اومدن میگن همین قضیه اینجا داخل پرانداز بگم آقا پوزیتیو نگاتیو لیبرتی تأثیرش روی بازار اپلیکیشنش رو بازار و هایک شده. بعضی ها دیدم حالا با همین یارو دارن چیز میکنن از جهل و نفهمن جامعه این شده سلیطه‌گری توی مناظره توی مذاکره توی کار علمی تخیلی هم سلیطه بازی انتزاعی هم سلیطه بازی میخواد حرفش به کرسی بشونه. ببین تو فقهش میخواد با سلیطه‌گری هوشیاری حرف زر بزنه. نگاه عاقلان در صفی درت میندازن رسم شد ابله و سفه ها به خدا صحبت میکنه. یارو نه سواد داره نه تو زندگی خودش ریده، تو زندگی خود قشنگ ریده. ببین یعنی دست رو هر چی گذاشته ریده، دوتا بز بهش بدید فتاشو گرگ میبره. یه جوری نصیحتت میکنه و ادعای فهم میکنند میمونی خدایا من جاهلم من عقب افتاده امول اردشیه فلان. این چی فهمیدی آقا؟ دو تا چند تا بگو اینم. تاریخ میدونی، سیاست میدونی، ژئوپلیتیک میدونی، جغرافیا نظامی میدونی، چه میدونم علوم نظامی میدونی، علوم سیاسی میدونی، علوم اقتصادی میدونی، فلسفه میدونی، میکانیکی بلد، نقاشی بلد، یه چیزی بگو بلدی. من بگم تو میدونی تو فهمیدی، حالا که نفهمیدی اون نگاه عاقلان در صفیه چیه؟ اونو نمیفهمم من. دارید میخورید دور هم دیگه، اون کتولیدی فلان داری نمیدونم فلان، هر کم ماشالله دست به هرچی میزنن میسازه براشون از بعضی روش ها که به قول این خیلی راه های پولدار شدن. میگن توی ایران راحت پول در میاری، ولی راه ساده سالم که چیزا جمعی رو در نظر بگیری، تولید مملکتت رو نزنی، واردات صادرات رو چیز نکنی، یه ذره داستانش فرق. نمیخوام چیز کنم ولی بریم حرف همین. طرف گفت توی تهران یه تیم شدن با هم نماز بیا. اینم فرهنگت، اینم آخوندان نیستن که چی لیزر میندازی مثلا که چی با جون مردم بازی میکنی تو هواپیما که چی مثلا سلام داری میدی بی شرف باک بر پدر مادرت بیاد مثلا با همین میگم بیا کی بیار کی بیاد به تو حق الناس یاد بده، کی بیاد به تو بگی آقا این اگه خلل تو مثلا ویژو چیز تصویر خلبان انجام بده، یا به عنوان مثلا آقا سیگنال رو مختص کنه، یه موقع چیز ببینه پدافن بزنه فلان بزنه یه چیزی بشه حق الناس میفهمی به کتفم. همین که سه نصف شب ترقه میندازه یه حرامزاده فرزند حرام لقمه نون حرام این کار میکنه دیگه. حق الناس مهم نمیشه که. چه مهمه آقا مردم آزار نکنی؟ زنگ یارو رو بچگی میده بچه هاشون مسجد میبرن، تو مسجد داره مردم آزاری میکنه، تو خونش داره مردم، همه جا داره بچه مردم آزاری میکنه. اصلا هیچ توی این مملکت برای کسی مهم نیست حق الناس. یا این تک تک همین 13 متری به قولی تا محل مشخص نشه کجا رو بگم، همین اصلا گمرک تو بیا تا ببین بغل خیابون وایساده میبینی هر چند یه بار وانتی سیم انداخته برق امام برق دوزی، بیا بگو حق مردمه. جایی که دارن بابا حق مردم نون میخورن، حق مردم زندگی گره خورده، حق مردمشون بهشون فش ندیا، برو با اخوندا فش بده، برو با اخوندا فش بده، به اینا فش ندیا، به ما فش ندیا، برو با اخوندا فش بده. یادم گرفتن اصلا چه جوری باید توصیف کنی؟ مثلا سلام داری میدی بچه، اگه بچه ای نفهمی خاک بر سر و پدر مادری که بهت یاد نداده. و متاسفانه خودمون این پدر مادرهاییم دیگه، ما اصلا کسی چیز ادب یاد نمیدن چیزی به بچه، که پدر مادره بدتر شدن، زمونه برعکس شده، پدر مادرها برعکس چیز شدن. به خدا خیلی بچه ها این معلوم بچه نیستن، خیلی ها بیشتر میفهمن از خیلی ها این پدر مادر. بچه بوده بالا سرش یه ننه آقایی بوده که نمیذاشه گوه خوری زیاد کنه تو زندگیش، الان این بزرگ شده مستقل شده هر گوهی میخواد میخوره،
هیچ کی هم نمیتونه بهش حرف بزنه، هیچ خودش هم بچه داره، این شده به در مادره. حواسمون نبود، ریدن تو فرهنگمون، زورشون زیاد بود داداشم، به همین سادگی. نه کوروشت مون کو کوروشت با گفتم، بازم دارم میگم، یارو حرف میزنی فوش میده به امام حسینت، میگه فلان حرف فوش میده به کوروشت، میگه فلان، میگه فقط من تایلندم جور باشه، نمیدونم خونم فلان باشه، فلان من فلان فلان شده. تو اون موقعی که این داشت چیز میکرد، تو سرت تو چیز تو اندونی دخترای مردم بود، هر چی چیز میکردی پول دستت میومد، کفش و فلان و بمان این دریوری ادای اونا رو در میآوردی، با قرض آورده ادای اونا رو در میآوردی، زندگی جمع نکردی، ریدی تو زندگی، خود هیچ کاری هم بلد نیستی، هر کاری هم که بلدی اصلا اهل کار نبودی، حالا فوشش ما باید بخوریم، واخونده بخوره فلان بخوره، که تو خواستی ادای اینا رو دراری، خاک بر سرت که بری اونجا زندگی کنی. چیه سیخ داشت مال ما، مال ما میخ داشت، شبی ما باشی میخ داشت تو محله پایین‌تری جای چیز سر زندگی کنی، داری نوش جونه تا، ولی نداری داری به زور دهن خودت سرویس میکنی، فوشش هم به ما میگی رو دارم میگم ها، اینکه شعار اینا رو میدی رو دارم بهت میگم ها، اینکه تا میان، بارها گفتم یه بار دیگه هم میگم تکرار بشه براتون، چون کسی اصلا چیز نمیکنه که. کجا بودیش دیگه؟ چرا هیچ چیزی زمینی آزاد نمیشه، هیچ کوی آزاد نمیشه، هیچ معدنی آزاد نمیشه؟ زن زندگی آزادی، کراتین، لاک، ماژیک، نمیدونم ماتیک، ریمل، کوفت و زهرمار وارد کنن، از طلا فروشی جواهری فلان، جواهرات بقولی زنجیره‌ای فلان سلبریتی نگیم، از رستوران فلان سلبریتی نگم، خرگیرمون آوردن 40 نفری بکشنت، بعد اینا هم بیاین خواننده کیو دوست داری؟ شرمن میشه که این تریبونه حسین نمیم، یه خایده رو میفروشم، یه کیو دوست داریم؟ یه موین رو. اگر شما بد کردیم، ما مسئولیم، بد کردیم، خیانت کردیم به مردم، مردم اما متنفرن، همه رو گذاشته زیپا به خاطر که سری با هم مخالفن، هر کسی دعوت کنه آشغال کذابتی بیاد تو تلویزیون، ولی ما این همه شهید دادیم، شما فکر میکنید ما میترسیم؟ سکوت کردیم دادی آجی، چرا شهید دادی؟ نگو نگو به اینا، الان ناراحت میشن و ما میخوایم اونا رو جذب کنیم، زر نزن، ببند دهنه تو، الان آقا میری ناراحت میاد فوشت میده، نگو نگو نگو، خر مقدس تون رو، خر مقدس تون رو نگو، این حرفا، این حرفا بزنی بچه پولدارا برخورد میکنن و ناراحت میشن و میریزن دن زندگی آزادی ها، جذب نمیشن و موین نمیاد و فلان نمیشه، کنسرت ها چیزی نمیشن و شهید دادی، نمیدادی شهید، شهید تلف شد، چنگیز مغول گرفت مملکت، نوروز پروزت شد و چنگیز مغول، محمود افغان گرفته اینجا، بافت بچه شیعه به هم خورده، پروژه مروژه است، نگی نگی به محانسه، همه الان صد بار ما رو قطع قطع کنید، ما بایستادیم، اگه من اونجا بودم که گردن رو موجود میزایدیدم، من دست تو رو میبوسم، ولی خارج از این طعنه هایی که میزنم دست تو رو میبوسم، چرا برم این کسایی که از جنس من نیستن، شبیه من نیستن، پشت اونا وایسم که بهشون بر نخوره، آی روشن فکر، آی نمیدونم نایس باشید، چیز باشید، فکر خنگن، فکر میکنن مثلا با لطفاً و بفرما دوزی از دوزی دست برمیداره، از جندگی جنده دست برمیداره، فکر میکنن مثلا فلان، نمیفهمن، چرا طرف اینا نباشم؟ چرا برم همیشه طرف اونی که به قولی نه فرهنگم توشه، نه لباسم توشه، نه آیینم توشه، نه اسلامم توشه، نه تمدنم توشه، نه فارسیم توشه، نه زبونم توشه، هیچ چیزم تو اونا نیست، خوردن چاق و چله شدن، ادای قهرمان و مبارزه دارن برای من در میارن، ادای آزادیخوا دارن در میارن، ریدن تو اقتصاد مملکت اینا ریدن، مردم گشنن، مردم گشنن فوششم به من میدن، فلان فلان شده. بذار من یه دو سه دقیقه آروم بشم برگردم. چجوری نگی تمام ارکان کشورتو گرفتن، همه چی واسه مخالفه، فوتبالتو سیش با فوتبال سیشته، ببین تمدن تاریختو زدن، بافت جمعیتی شیعه داغون،
تاریخ و تمدن تو زدن کوروش و داریوش و اینا هیچ جات نیست. عربستانو کردن رویا به آمال آرزوهای بچه های نفهمه. کی کرد؟ همین هایی ورزش به قولی قهرماناتون، همین مجریاتون، همین فلا، همین روزنامه هاشون رو نگاه کن، همین بچه پول دارن، پول دارن، همه چی دارن، روزنامه دارن، همه چی دست اوناست. به جهنم اونا رو جذب کنیم. ما ایم که بدبخت. آرایش جنگی دنیا رو نگاه کن، جنگ جهانی داره میشه. تو اون روز سخت ببینم این شک بغل کنه، این نمیدونم کراتینی، اون زیر ابرو، اون فیلر باستنی میاد بره برات به جنگه، چه خوشت بیاد چه نیاد. خیلی زود، همین زودتر از این که به فکر به قولی براندازی این حرفا بخوان فکر کنن، جنگ به قولی جهانیه اتفاق میفته، گسترش پیدا میکنه. اون روز میبینید به چه کسایی نیاز دارید، همونایی که همش دفعشون کردید. اون بچه قرتی میخواد بره واسه تو بجنگه، میخواد بره تو روز سخت کشور اینا نگه دارن. ببین 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 چی میگه. بی شرف پس فکرتا، من هم چی برین صدا سیما داره، صدا سیما جلیلیه، از عدالت خار بیشتر از ظالم بترس. احمدی نژاد وزیر میراث فرهنگیشون رو نگاه کن، همین صدا سیمایی بود، الان نگاه کن بفهم برای کی دارن کار میکنن. احمدی نژاد چی اینا، رئیسی دولتشون رو نگاه کن. خیلی حرفا رو نمیخوام بزنم چون فتنه، میگم رو لبه تیغم، هر کی با یه چیزی لیز میخوره من با این لیز میخورم. خودم میفهمم الان دارم لیز میخورم، خودم الان میدونم که این برای من خطرناکه. این مسئله جاییه که من بگم گوره باباست جمهوری سکولار فمینیستی، مرگ بر جمهوری سکولار فمینیستی، میخوام چیکار؟ چرا نکنم که چی بشه آقا؟ که چی؟ مقاومت چی؟ تحریم چی؟ جهان وطن خارها گرفتن از داخل، استحاله کردن، اسب تروا اومد از ترکیه، ترکیه تر شدی که از آمریکا، آمریکا تا فمینیست ترین کشور دنیا شدی. این وضع زناته، چیشو مقاومت، چیشو نگه دارن؟ خب جنگ بشه بیان بگیرن، بگیرن بره، خب که چی؟ خب نگیرن که چی نشه؟ جایی که نه کوروشت مونده نه چیر، هیچ یوسبلنگ شده نماد چیدت، با دست خودم این کارو با هم کردن، یوسبلنگ کردن، چیزی نمونده که اینجوری بهش فکر کنی. البته ما یه سنگر آخر داریم، هیچ چیش نمونده، اون ولایت فقیه مونده، ما کنار بریم ولی فقیه میخوره، هیچ چیزی از ایران و ایرانی نمیمونه، هیچی نخواهد موند، هیچی نخواهد بود. همین نوروزت هم میگیرن، همین نوروزت هم میگیرن، به هیچی درم نخواهد کرد. ببین جنگ، جنگ تمدنی تاریخیه و ما الان قره نشیم. ببین بهایی دارن جلو میدن اینجا، ما اگه کنار این لیز خوردن خودمونه، خودمون همین پسره که همین مردی که همین حاجی که داره حرف میزنه نمیشناسم که، نمیدونم که این رزمنده که 8 سال تو کشور همه مدیون اون هستن، برن تو تلویزیون خاطر میگن شهدا میگن. میدونید 42,000 تا ما جانباز داریم، کسایی داریم که اعصاب و روان تو آسایشگاه هنوز جرأت نمیکنه صدا سیما یه دقیقه نشون بده. حالا جانباز اعصاب روان نزدیک دیدید قضاوت میکنن؟ دو تا آدم کسافت که هر چی میخواد باشه، هم باش بسازم تیکه تیکم کنه اعدام کنه. میان الان میان بیاد میگن تندرو، میان میگن خر مذهبی، خر مقدس، نمیدونم اینا یه گروه هن ایتا، نمیدونم فلان کرده، میان الان این حرفا بهت میگن. اینا با اشدا علل مؤمنین و رحما بین الکفار شدن برخی، هی فکر کردن ساده اندیش و احمق، فکر کردن دشمن اگه بهش یه تکه بدی، هی مثلا بهش برجامو بدی ولت میکنه میره. احمقا نفهمیدن، فکر کردن یه روسری رو بدی همون روسری میمونه، الان یه ناف رو بدی همون ناف میمونه، تا نیاد دخترت و وسط خونت نگیره ولت نمیکنه. بیا نگاه کن هر روز پوریم داره شازت اومده داره پوریم رو تبریک میگه، داره هر سال ایرانی کشون جشن میگیره. نفهم احمق، نه اسلام تو میذارن بمونه، نه شهید 300,000 تا شهید برای چی دادی؟ که نوه فلانی بیاد، یادگار فلانی بیاد، فرمانده های نظامی تو به قولی اسکل خودش بکنه، یه زاویه فیلم بردار دنبالش را بیافته که مثلا اومدن با این بیعت کنن که فردا روزی خدای نکره بندازن دست اینا.
همه چی هم آماده است، بی سی هم اجرا کردن، نگاه کن، یه نگاه کن دور و برت، همه چی هم مال تو نیست، مال اوناست. ولی این فتنه اصلیه، اینا می نمیگم این اصل کارو، این چهار تا چیز نداره، اصلش اینجاست. تو کنار بری علی میخوره. این فتنه سخت ماست و البته خدا رو شکر که علی داریم، که به قولی تا علی دارد نشانی راه گم نشود. بگذاریم. سخته، خیلی سخته راجع به این دو نفر حرف زدن. چی شدید؟ چی شدن؟ باز دمپایی، باز دمپایی، به چرخانیده شدن را میبینی؟ مثل گل پره پرانیده شدن را میبینی؟ درد گلدان از گلی چیده شدن را میبینی؟ هی فلانی هی خمی دیده شدن را میبینی؟ تازه کافر شهر کوفی دیده شدن را میبینی؟ توییتاشون هم ببینیم. نمیگم اونو از اون قماش، معمولا هر کی بیشتر خورده چاق شده چله شده بیشتر، حداقل اونایی که من دیدم بعضیشون از باقی بهتر فوششو به اون باقیه دادن. یادم رفت سانسورش کنم. تو ایران هن آخه. استغفر الله ربی و تو بالای. بذار یه دقیقه سانسورش کنم. نوشته ببین اول که به اکانت خودت کوری بخون اگه مردی. دوم که گنده تر از اونایی که باشون در ارتباطی پشتم هستن که چنین توییتی میذارم. 40 نفری میکشنه اون گنده ترهایی که فلانن میان قاتلت آزاد میکنن، چطوری میتونه این توییتا بذاره؟ تو ایرانت به محرمت فش کشدار بده. حتما ارتباطای پشتش هستن که قاضی تو میخرن. پس تا سی که تو نکشیدن برو دنبال بازیت. خیلی عجیبه دختره الان تو ایران فشای کشدار میدن. میدونی تو سیک نداری؟ میدونی تو بکش پایین نگاه کن، تو مال سیکت کشیدنه نیستی. بابا تا داداشت هم بقولی یا مثلا این حرفو میزنی، تو رو میچیزن. تو بکش با این نگاه کن، تو نمیچیزی، تو رو میچیزن احمق. جلو تو این حرفا نمیزدن که چیزت چیز نشه، ولی تو رو میچیزن. تو نمیتونی بچیزی، تو نداری که بچیزی. بی پدر مادر حرامزاده، حرامزاده فرزند حرامزاده، حرامزاده حرام لقمه، فرزند حرامزاده حرام لقمه. وقتی یه عده‌ای با سیونیستا میخوان بجنگن، جونشون رو کف دست میگیرن. یهو دیدی بابا تو، قاضی تو، اون قاضی که میخریش، قاضی تو زدن. انقدر انگولک کن، حالا انقدر غیرت و اعتقاد مردم رو انگولک کنید، انقدر انگولک کنید تا رد بدن، بزنن خار و مادرتون رو. ببین خار بقالی این چیزه بابا، این دیوانه است احمق، ولی باید اعدامش کنی. دیوانه است که دیوانه است، هر دیوانه ای که قرار نیست بیاد دست بذاری رو اعتقاداتت، دست دیگه یه کاری کن، درس عبرت بشن، شلاق بزن دزدا رو، شلاق بزن دست دزد رو، قطع کن دست باباهاشون رو، قطع کن حرومزادهاشون، نریزن واسه چیز کنن، نکنی لعنت بر تو. خائن و وقتی که ببین اصل، دوباره تکرار میکنم حرف حکایت که الان من میسازم، آیندگان خواهند گفت
در آینده از گذشتگان آوردند که روزی دزدی به قولی مردم دنبالش میدویدند و میگفتند آی دزد به سمت کوچه ای به ته کوچه بنبست رسید، دزده برگشت گفت آی دزد آی دزد، مردمم برگشتن اونوری دویدن. حالا دزده دنبال مردم میدویدن میگفت آی دزد، مردمم مال خودشون میدویدن. حکایت این شده. اگر منافق آفره نمیدونم نفوذی جاسوس بی کفایتی که عهدنامه ننگین برات آورد و مجازات نکنی، محاکمه نکنی، تصمیم سخت نگیری، بی کفایت و استیزا نکنی، برمیگرده میزنه پای و اساستو میپله کنه، تسلیمت میکنه، دوباره برمیگیره، این دفعه با چهره خود به جانب تر برو نمیدونم یه عمامه بردار یه چی بردار، برگرده بزن فقیه و امامت و روایتت هم فوش فلان بده. یا اگر دزد و دستشو قطع نکنی توله هاشون میزنن 40 نفری میکشنت، پای و ستونشو میان میزنن، آبروی نظام اسلامی تو میبرن. تو دست دزد رو قطع نکردی، حد الهیه، شرع الهی بود، دست قطع نکردی که میاد وسط خیابون با قمه داره دزدی میکنه، با زنجیر تو اتوبوس به سر رو داره میچیزه، یه نفرم نمیتونه به قولی مردونگی هم مردات گرفتی دیگه، میترسیم دیگه، آقا چگاه دست بزنیم 300 میلیون حقوقشونه، ده دو تا آیفون میدزده، دو تا فلان میکنه، وضعش خوبه، میزنه به قولی از این گشنه های به قولی شاپور گشنه چیزو نمیدونم فلان چیز گشنه رو یه پاکت سیگار براش میگیری، 5 نفری به قولی هر کدومشون البته درسته پسی خورن ها، درسته ازت پسی میخورن، اما به قولی میندادن برات چیز میشه، شبیه تاریکیه لی پشتی هم هستش. بله این اصل اینه، یکی این، دو این که تا حواست نیست دادش خرد دارن میکنن، دادش من تو داری ادای 2-3% مردم رو در میاری، شبیه اونا نیستی آبچی، تو شبیه اونا نیستی، چیکارم تو غلط چه غلطی میکنی اونجا احمق، چه لباسی پوشیدی خودت، شبیه اسکولا کردی که مثلا چیزی، همون اسکولا میان دنبالت میزنن درت فین میکنن توت مثل دستمال کاغذی میندازنت بیرون، بعد میای میگی مردا فلان دنبال آشغالا رفته، قیافت شبیه آشغالا شده دیگه، تریپت معلومه دنبال آشغالایی دیگه، ریده میشه تو زندگیت، بعد میزنی سر خودت، فقیرم که هستی 10 میلیون حقوق میگیری ادای اونا در میاری که چی، بی با ما باش، با خودمون باش، از مایی تو نمیتونی با اونا رقابت کنی یا تو نمیتونی، ببین تو فر الان 20 سالته، 40 سالت میشه، 35 سالت میشه، با دخترشون 17 ساله نمیتونی رقابت کنی یا تازه باباهاشون از باباهای تو هم کلفترن ها، پولدارترن ها، وسطترن ها، اتاق بازرگانی داره، نمیدونم امضا میکنه گوشت میشه 500 هزار تومان، دخترش میاد میگه دن زندگی آزادی، اونم که نوروزمون، اونم که نماد کشور، نماد کشور رو کردن یوز پلنگ، خاک بر سر، با چه زبانی بگم، به کی بگی، به کی بگی این درد بزرگو که با دست خودت از جنس خودت دو تا بسته سیگار دادن به شاپور گشنو، نمیدونم علی کریمی فلان و به نمیدونم کیروشی پور و کیروشی گشنو و فلان، چهار تا دو تا بسته سیگار دادن، داشتی میرفتی شب تاریک بود، 5 نفری با قمه دورت محاصره کردن، 4 تاشون رو زدی اون آخری کرد تو قلبت، همون طوله انقدری که پسی میزدی توی سرش بچه برو اینجا بازی نکن، همون اون کرد تو قلبت یوس بلنگو کرد نماد ایرانت، چرا نوروزت تو ترکا چیز نگیرن، ازت نگیرن، تو اونجا که مال خودت داری یا داری کجای کاری، از کجای کار جنگ تمدنی، کجا حواست اصلا، به قولی حرفات چیزه، ولی اینو بازم تکرار میکنم، ما اسکولای نظام جنس خودم همیشه دیگه این به بعد گفتم حرف میزنم دیگه با جذب مخالف من کاری ندارم، جذب مخالف ما رو باید جذب، تو رو باید جذب کنم که از جنس خودمی، من فدای اون بچه کارگره بشم،
بچه بسیجیه بشم، بچه معصبیه بشم، بچه به قولی حلال خوره بشم، الفقر و فخری، افتخارم هم میکنم به فخرم، مثل کسر لاتیه بچه قرتی بودن. گوره بابای اونا، اونا برید خودتون با هم جذب کنید، فردا هم اینا با هم به قولی بیان ازتون چیز کنه. ولی ماها ببین با جنس خودم حرفی زنم، ما کنار بریم علی میخوره. علی آخرین سنگر این کشور تو این برهه تاریخی، هیچی این کشور نخواهد موند، لط و پار میشه، لتیکه تیکه. همون کار قرار بود انقلاب بکنن، انقلاب هم همچی مردم اینا من باور ندارم بود. امام خمینی رو خدا گذاشته رام، اگر چنان شخصیتی نبود همون موقع تیکه تیکه میکردن اینجا رو. دو سال اولش هم جنگای داخلی بود، این هم هم شهید دادیم. دیدید دی قرار بود چیزی از ایران همون موقع نمونه، این دفعه همون هیچی نمونده هم نخواهد بود. لط و پارمون میکنن. این تنها سنگره، ما اگه کنار بریم علی میخوره، علی بخوره ولایت فقیه بخوره، ایران تموم شد دیگه، تموم شد. چرا من باید علی هم که ولایت فقیه هم که نداره دیگه، تموم شد. حجاب هم که اون، فداسیم هم که اون، پولا هم که مال اون، من چرا اینو دفاع کنم؟ تموم میشه، هیچی نمیمونه این مملکت. نه تاریخت میمونه، نه تمدنت میمونه، نه کردستانت میمونه، نه آذربایجانت میمونه، نه تهرانت میمونه، نه شیرازت میمونه، نه فلانه. چقدر حق تو ادبیات ما ترک به معنای غارتگره، به معنای دزده، خیلی حقه. ببین نوروز تو چطوری دزدید، ببین سمرقند و بخارا تو چطوری دزدیده. ببین چطوری باکو تو دزدیده. ببین چطور آن طلوع، آن طلوع خراسان، خراسان تاریخی، آن طلوع، آن طلوع تو ازت دزدیده. ببین چطور نوروز تو میخواد بدزده ازت، اسمش روشا ترک شیرازی، اگر آن ترک شیرازی فلان، این ترک ترک زبون نیست، آذری مازری، این ترکای ترک الان نیست، تا ترک اون موقع مغوله، به معنای غارتگر و دزده. البته بارها گفتم الانم میگم، من البته نجات پرستی نداریم، خود مغولی هم زبونشون هم فرهنگشون قشنگ قابل احترام، مال خودشون. یه زمان غارتگر رو دزدی کردن بابا ننه هاشون، به خود به این بدبخت کاری ندارم که، من اینا که نمیخوام انتقام بگیرم، شیرین و قشنگ و محترم و اینا. به مغولا من احترام خیلی زیاد قائلم نسبت به ترکا، ترکای عثمانی ها اتفاقا. من کاری نمیگم بعد فلانه، با ما نجات پرست نیستیم، همه ی انسان ها قشنگ و خوبن، ولی من مغول نیستم. اینجا خونه منه، من همسایم رو دوست دارم، همسایم احترام میزنم، اما همسایم غلط بکنه بیاد پاشو تو خونم بی اجازه بذاره، پاشو از گردن میزنم، دعوتش میکنم خونم، مهمونم فلان، رو چشمم. آره یعنی قرار نیست بیاد خونت ازت بگیره. جنگ بود میومد اینجا کار میکرد، سفرم کوچیک بود باش اشتراک میکردم، مشترک میکردم، ولی الان که من دارم آسیب میبینم که خلاصه بگذاریم. اما فتنه سخته برام، من خودم دارم روی لبه تیغ راه میرم و حرفام خیلی اتفاقا خیلی شاید اصلا طولانیش کنیم که هر کسی هم نبینه بعدم نیست. نه میذارم واسه چیز بعدی، یه چیزی اضافه کنم فقط. به اینا کجان، این مردمی که شما میگید نشنیدیم اومدن سد آشغال آتیش دادن، چرا کلن نمیشنوید تا سد آشغال آتیش نخوره؟ چطور زد و نسل زد چیه بابا؟ چهار تا کردن تو مختون واسه تون ادراک سازی کردن، هفت نفر دور هم جمع شدن، هفت تا بچه پولدار واسه تون شدن ملت، ما نسل زد و نشنیدیم. چرا اینا رو پر نمیشنوید؟ اینا کجای دنیاتونن؟ کجای فیلماتونن؟ کجای صداسیماتونن؟ کجای چیزتونن؟ نیاد اون روزی که بگذاریم ناامیدی نش. اصل فتنه هم اینجاست، فتنه یکی اصل کاریا رو بزنه، اصل کسایی که لازمه رو بزنه، کسی که یارو داره از زندگیش بگذره واسه وطنش، واسه خدمت به وطنش، اینا رو ناامید کنه. و اینم بدونیم آقا ما چاره‌ای نداریم، مثل دوران امیرالمومنین دقیقاً همون جوری شده، آخر زمانه.
خدا رحم کنه عاشورا رو. مسلم ابن عقیل به قولی نگاه کنیم چه کسایی به قولی چیز کردن دیگه. بگذاریم، خیلی مخلصیم، حرفام زیاد بود، یه ذره بیادبی شد، خیلی چند بار گرفتم دیگه نمیخوام بگیرم، همش چیز میشه، من توجیه نمی کنم کارم، اشتباه بیادبی نباید حرف بزنه آدم، نباید فوش بدی، نباید خشمگین بشی، باید کظم قیظ کنی که نیاز به تهذیب نفس داره. ما تازه مسلمانیم، راه درازی داریم تا بتونم مرامم هم مثل اعتقاداتم یکی بشه. مرامم فارسیم هم که میبینی لهجه 20 سال پیش همه دیگه، اون موقع درسم هم به زبان فارسی نخوندم که، و کارم رو توجیه نمی کنه اول آخر. البته خیلی سعی کردم که حداقل این بار مؤدبانه باشه، حرف زشتی توش داده نشه، ولی یکی دو بار دستم در اومد، معذرت بخوام از خودم که دارم با خودم حرف میزنم. و البته میبینم الان جدیدن تو آنالیز کانال میبینم واتساپ و چند تا چیزای پلتفرم‌های دیگه داره، بعضی دوستان دارن چیز میخوانن و دمتون گرم، مهم نیست کردی کردی، نکردی هم نکردی، چیزی هم ندارم. ولی خب به هر حال 4 نفر دارن میبینن، به هر حال من باید خیلی مؤدب‌تر و اینا هم باشم. این رسمش نیست، دعوا دعوا فرهنگی است، دعوا دعوا ادبی است، ادبیانی است، دعوا سر به قولی اصل قضیه سر اون زبان هست. و من تو خودم توجیه نمی کنم و اشتباه رو میدونم، اشتباه باید به قولی آدم زبانه، من نمیتونم توجیه کنم یادش، من دیکشنری مسافر کشی دیگه، با کسایی که در ارتباطم رو اثر میذاره فلان اونجوری حرف میزنم، این توجیه خوبی نیست. نمیتونم بگم آقا من نمیدونم پشت فلان نشستم، دستمون به هم نمیرسه، پس هرچی دلم بخواد بگم. نه، خیلی وقتا تو رو باشیم جرئت نمیکنی اون حرفا بزنی، چون یه جوری چیز به قولی درست نیست اصلا کلا این فرهنگ به قول چیز رایان سپهر امروز، سپهر به قولی رایانه ای امروز جوریه که یه مقدار توش بیادبی میکشه، همه چی با هم توامان به همه، سبک زندگی دیگه، نوع لباس پوشیدن، نوع غذا خوردن، نوع اینا رو هم، نوع حرف زدن رو هم تأثیر میذاره. و فقط خیلی احساس تنهایی میکنیم، یه موقع بعضیا گره میخوره کارشون، مشکل دارن، اشکالی دارن فلان، ما سعی میکنیم گره باز کنیم، کمک کنیم، فلان کنیم، تنهاشون نذاریم، ولی ما که برامون یه گره پیش بیاد، تنها تنی آدم دنیاییم. اگر یه موقع چیزی برامون پیش بیاد، همشون با هم جمع میشن میزنن لط و پارمون میکنن دیگه، دیدیم دیگه، اینا اجنبی پرستن، دنبال غریبن، دنبال مخالفن، دنبال فلان. بگذاریم. یا علی مدد.